ما واقعا باید 150% اینا رو حمایت کنیم. یعنی ما باید اولین کسایی باشیم که، یعنی من باید اولین کسی باشم که این حمایت رو انجام بدم. و باعث واقعا افتخار منه که یک کسی مثل رضا توی کامیونیتی ما هست و خیلی خوشحالم که با برکلی لکچرز ما تونستیم که این برنامه رو اینجا امشب داشته باشیم، امروز داشته باشیم. دیتیل این که چه اتفاقی خواهد افتاد، حالا مهران و سهیلا و بعد خود رضا خواهد بود. اصلا ممنونیم که تشریف آوردید. اگزیت ها اینجاست، یادتون نره. و باز هم متشکرم. بله، شما دیگه رئیسی. سلام دوستان عزیز، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم، هم از جانب خودم هم از جانب همسرم. بعضی از شما فامیل هستید، بعضی دوستان نزدیک از اون دوران ما رو می‌شناسید، به هر حال همه بیشتر شما در جریان زندگی ما بوده و هستید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم که رضا رو تشویق کردید به نوشتن خاطراتش. نوشتن خاطرات آسون نیست، خیلی دشواره. رضا الان 58 سالشه، ولی تو این رضای 58 ساله اون رضای 24 ساله‌ای که دستگیرشون هست، رضای 25 ساله‌ای که به اعدام محکوم شد هست، رضای 27 ساله‌ای که تو زندان بود به 20 سال حبس محکوم بود نمیتونست چی به سرش میاد هست، رضای 28 ساله‌ای که شاهد اعدام دوستان فراوانی بیش از 100 تا از همبندانش بود هست، رضای 30 ساله‌ای که زمستون از مرز کردستان فرار کرد، جونش رو به خطر انداخت، از کشور گریخت هست. همه اینها توی انسان هست، یعنی هر کدوم از ما انتگرال همه لحظه‌های زندگی گذشته‌مون هستیم. نوشتن براش آسون نبوده، ولی بالاخره نوشت و صادقانه نوشت. همه چیزایی رو که به خودش رفته، ولی نه برای اینکه راجع به خودش بنویسه، برای اینکه یه بخش از تاریخ ما رو بنویسه و برای اینکه با همه جزئیاتش تاریخ و با همه ریزکاریاش بنویسه طوری دقیق که شما بتونید مجسم کنید. بالاخره توی قالبی باید مینوشت و چارچوب زندگی شخصی خودش نوشت. یعنی زندگی خودش در واقع بهانه برای اینکه سرگذشت نسل ما رو بگه. یک بخش از زندگی سرگذشت ما، هم نسلان ما، این که چه به سر ما ها رفته. خیلی ها مثل رضا خوششانس بودن اومدن بیرون و خیلی ها نبودن متاسفانه. رضا یه شخصیت سیاسی بوده، هنوزم هست، ولی کتابش سیاسی نیست، یعنی پیام سیاسی نداره. اصلا قصد این که از خودش قهرمان سازی بکنه یا از کسی دیگه یا خودش رو قربانی جلوه بده این حرفا نیست. هیچ پیام سیاسی هم نداره توی کتابش، بلکه سرگذشت جوانهای پرشوری رو نوشته که میخواستن مبارزه کنن، با همه وجودشون اعتقاد داشتن به مبارزه و خیلی از اونا جونشون رو توی این راه گذاشتن. و خواهشی که از شما دارم که وقتی این کتاب رو میخونید یادتون باشه که نویسنده کتاب و کسانی که تو اون کتاب ازشون صحبت میکنه اون لحظه ها رو زندگی کردن. جالبه، زمانی سال 57-58 من خاطرات نسل پیش رو میخوندم و یکی از اونها اینو نوشته بود که به یاد داشته باشید که ما آن سالها رو زندگی کردیم. این جملهش تو ذهنم مونده بود. بعد با خودم فکر کردم راست میگه. ما این کتاب مثلا چند ساعت تموم میکنیم. این طفل اینو چند سال زندگی کرده. یعنی باید اینو کش بدید به اندازه چند سال طولانی بشه. ولی این نیست. اینه که ما الان از زاویه الان به گذشته نگاه میکنیم، میدونیم چی به سر رضا اومده، میدونیم که زنده میمونه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، میاد آمریکا. رضا اون موقع اینا رو نمیدونست، سرنوشتش کاملا نامعلوم بود، نمیدونه زنده میمونه، اعدام میشه، فرداش چیه، کسایی که در کنارش هستن بهش خیانت میکنن نمیکنن، تب و تاب زندگی. و یک مثال ملموس به شما بدم، من که همسرش بودم، حالا تو زنده توی کتاب داستان ازدواج و عقد ما رو میخونید، دوستان و فامیل من میگفتن خب حالا تو موندی به انتظار رضا، 20 سال حبس داره، 24 سالگی دستگیر شده، 44 سالگی میاد بیرون، معلوم نیست چه جور آدمی بیاد بیرون، تو زندون چی به سرش میاد، تو قضای زندونیا کافور میریزن، معلوم نیست بیاد بیرون بتونه با
بچه دار بشه نشه، زندگی اینجوری اینقدر نامعلوم، حالا به عشقی که بیاد یکی زن جوان میخوای منتظرین بمونی که چی؟ حالا مجسم کنید برای کسی که بیرون زندونه، ناآگاهی از آینده، این غیر قابل پیش بینی بودن اینقدر دشواره، برای کسی که تو زندون جمهوری اسلامی زیر اعدامه و نمیدونه چه بلایی به سرش میاد اون چقدر سخته. به هر حال رضا خوش شانس بود و این وقت بلندو داشت که زنده بیاد برون. جالب این که به سر ما البرز برای دانشگاهش درخواست دانشگاه یک انشای بلندی نوشته بود و موضوع انشاش بود سرندپیتی، بخت بلندی که داشته، و موارد خیلی زیادی رو شمرده بود و اون لابلای اونا یکم این بود که به درش زنده مونده اومده بیرون و یه به دنیا اومده. خوشبختانه بچه های ما همه چیزها رو میدونن راجب زندان، راجب پدرشون. رضا همیشه حرف میزد، اتفاقا خیلی هم حرف میزد، میدونید که رضا آدم پرحرفی هم هست و جریان زندان همیشه تو خونه ما بود و اینقدر بود که زمانی من دیگه مجبور شدم قدغن کنم نوع شب به بعد دیگه حرف اعدامو نمیزنیم، چون فرض کنید مثلا مهمون اومده شامو سرو کردی، موقع دسر شده، زحمت کشیدی، دسر خوشمزه خریدی، موقع دسر که میشه تازه صحبت میرسه به اعدام. و بگذاریم حالا چه تأثیری روی بچه هامون داشته نداشته اینا، ولی یه نکته رو میخواستم اضافه کنم. بین شما هستن کسانی که زندان بودن ولی هیچ وقت نمیگن، نمینویسن، چون سخت واقعا دشوار از اون دوران گفتن. و رضا چون زندان بوده بعداً فهمید که توی همین کامیونیتی کسانی هستن که زندان بودن و هیچ کدوم از ما هستن نمیدونیم که زندان بودن، با اینکه رد شلاق هنوز کف پاشون هست، گوشت اضافی آوردن، ولی ما حاضر نیستن راجبش صحبت کنن، حتی به بچه هاشون نگفتن که زندان بودن. و یه نکته دیگر هم میخوام اضافه کنم، اونم این که زندگی تو آمریکا تاثیر داشته روی نگرش رضا به اون سالها و اینکه چطوری نگاه میکنه. مثلا یادم سال اولی که اینجا کار گرفته بود، خیلی خب از زندان جمهوری اسلامی بیای آمریکا که حالا شو که فرهنگی است برای ماها همه که هست، حالا از زندان جمهوری اسلامی هم بیای که جریان خودشو داره و اینا، ولی کار گرفته بود و بعد پالیتیکس سر کار و اینا، یه روز گفت که اینجا آدم ها برای 200 دلار یا 500 دلار در ماه که برای که مرتبه شغلیشون بره بالا چه کارا که نمی کنن، چقدر برای هم نمی زنن. و تو زندان جمهوری اسلامی آدم ها برای حفظ جون خودشون بود که مثلا توبه می کردن، تواب می شدن و ما اینها رو سرزنش می کردیم. شاید ما اونها رو خیلی سخت قضاوت می کردیم، شاید نباید اینطوری قضاوت می کردیم. یعنی زندگی توی محیطی که هیچ کس هوادار جمهوری اسلامی نیست، هیچ کس هوادار هیچ حزب سیاسی نیست، ویژگی های خود انسان دور از اون فضای سیاسی ایران به نظر من کمک کرده که نگرش کتاب انسانی باشه و خیلی کمتر سیاسی باشه. شما شاید از جمهوری اسلامی متنفر باشید، شاید از حزب توده متنفر باشید، شاید اصلا از سیاست متنفر باشید، ولی انسان‌های این کتابو که می‌بینید، انسان‌هایی رو می‌بینید که این تو اون دوران زندگی کردن، هم نسلان ما بودن و بخشی از تاریخ رو می‌بینید و همه انسان‌ها به هر حال انسان هستن، صرف نظر از اینکه تو اون دوره وارد مبارزه شدن یا نشدن. من از پشتیبانی و یاری شما صمیمانه تشکر میکنم، خواهش میکنم ادامه بدین به تشویقتون. جلد سوم مونده، رضا کمک میخواد، یکم خوش میخواد که جلد سوم هم تموم کنه. صمیمانه افتخار میکنم همسر رضا هستم، سالها باش زندگی کردم و صداقتش کمک کرده که با هم باشیم و شاید بیشتر از گذشته هم دیگر رو دوست داشته باشیم. باید بشینم اینجا براتون از کتاب بکنم. خیلی خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین. ما همه اکثرا همدیگه رو میشناسیم، خوشبختانه همه چهره‌ها دوستای صمیمی من هستن، در سالهای طولانی اینجا تو این منطقه با هم زندگی کردیم. ممنونم از منصور عزیز و بپی لکچر سیریز که این برنامه رو گذاشتن و این امکان رو فراهم کردن که بنده هم اینجا باشم. از سهیلا تشکر میکنم که هم مرا معرفی کرد، هم راجع به گذشتمون گفت، هم همیشه یار و یاورم بوده و اگر اون نبود اصلا این کتاب در نمی‌اومد، چون نه من خودم خیلی چیز داشتم
حوصله‌اش رو داشتم، سخت بود نوشتنش، ولی خب سهیلا خیلی کمک کرد و خیلی فشار آورد و خیلی اصرار کرد و بالاخره این کتاب نوشته شد. کتاب حدود 10-15 سال برای من طول کشیده که نوشتمش، یعنی از زمانی که از زندان اومدم بیرون تا همین یک 2 ماه گذشته که زیر چاپ رفت مرتب یادداشت برمی‌داشتم، سعی می‌کردم خاطراتم یادم نره، چون فکر می‌کردم که اینا بخشی از تاریخ ما هست که باید گفته بشه و نسل‌های بعد ببینن چه گذشته و چه کار میشه کرد که دیگه تکرار نشن این حوادث تلخ و چه درسایی میشه از اینا گرفت، اشتباهایی که اگر ما کردیم رو نکنن، راه‌هایی رو که به اصطلاح ما فکر می‌کردیم که فکر درست بوده و اشتباه بوده نرن. به هر حال تجربه زندگی هست. خود من خودم معرفی کنم خدمتتون، بنده رضا خانی یزدی، متولد شهر مشهد، گرچه لسنم هم هست یزدی ولی خانواده‌ام یزدی هستن، متولد مشهد، 1338 به دنیا آمدم، الان 58 سالمه، سولای عمرم هم گفت. در یک خانواده متوسط تو مشهد به دنیا آمدم و تحت تاثیر برادر بزرگم که از دوستان نزدیک بنیانگذاران سازمان فدایا بود به سیاست علاقه من شدم. در سن خیلی کوچکی سیاسی شدم، در 12 سالم بیشتر نبود، اصلا دوران جوانی و نوجوانی رو خیلی کم تجربه کردم چون خیلی زود خواستم ادای بزرگترها رو در بیارم. بعد اینطوری به سیاست علاقه من شدم. تو دبیرستان ده معلمی داشتم، محمود بهکیش، بعضی از دوستان اینجا میشناسن، خانواده اونها 6 نفر از اعضای خانوادهشون اعدام شدن متاسفانه. محمود معلم فیزیکم بود و خیلی با ما رابطه دوستانه‌ای داشت، بعد از دوستان خیلی خیلی نزدیکم شد. اون خیلی تاثیر داشت تو سیاسی شدن من. ابتدا هوادار سازمان چریکای فدایی بودم، بعد هوادار حزب توده ایران شدم، از فعالین حزب توده بودم. آخرین تو تشکیلات حزب توده که یک تشکیلات خیلی هایرارکیال بود که در حقیقت کمیته مرکزی داشت و هیئت دبیران و شعبه های مختلف جنبی و بعد نمیدونم حوزه و کمیته های ایالتی در استان ها، کمیته شهر در شهرها و بعد حوزه های مختلف بوده. من از همون رده های پایین تشکیلاتی شروع کردم و خیلی چون فعال بودم و اینها سریعا رشد کردم و در حقیقت مسئول شعبه کارگری حزب توده بودم در خراسان، بعد مدتی هم مسئول تشکیلات کل دیالتی خراسان که دستگیر شدم. همون موقع دستگیر شدم، به همین اتهام که دستگیر شدم دادگاهی شدم، حدود 11 ماه توی بازداشتگاه بودم، بعد رفتم زندان وکیل‌آباد، اعدام محکوم شدم. در سال 1362 اردیبهشت 1362 7 اردیبهشت دستگیر شدم. بعد از 11 ماه از بازداشتگاه رفتم زندان، چند ماه بعدش محاکمه شدم، حکم اعدام گرفتم، 10 ماه زیر حکم اعدام بودم، بعد حکم اعدام لغو شد، به 20 سال زندان محکوم شدم و بعد از 6 سال زندان از زندان آزاد شدم در اسفند ماه 1367 و چند ماه ایران بودم و چون اونجا امکان زندگی نبود و شرایط بسیار سختی بود برای زندانیان آزاد شده، از کشور متواری شدم، از کردستان خارج شدم و اومدم و بالاخره رسیدم به یار و همسرم که سالها منتظرم بود. البته ما ازدواج نکرده بودیم. توی این کتاب این داستان هم بخشی از زندگی ما هستش که اونجا گفتم. با این مقدمه مایلم یه بخشی از کتاب رو براتون بخونم. مطمئنم که شما همه کتاب رو دارن. اگر بخرین میخونین، بعد نیست، تجربه زندگیه. یعنی این نسلی که ماها زندگی میکردیم، دوران انقلاب، شر و شوری که اون زمان بود، فضای سیاسی که اون موقع بود، چطوری ما رفتیم توی این مبارزات و چه احساسی داشتیم، اینها رو کم گفتن متاسفانه که اون فضا چی بود، چطوری ما وارد اون مبارزه میشدیم، چی بود که ما رو اونجوری میکشید توی اون داستانها. اون چه که باقی مونده متاسفانه یک وضعیت اسفناکیه، یه چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران که بعداً ما میبینیم این فجایع از توش در میان و همچنان ادامه دارن. ولی اون ابتدا چی بود؟ چرا اصلا ما رفتیم جذب این بستر و مبارزات شدیم؟ یه بخشش سعی کردم تو این کتاب بگم.
ابتدا یه قسمتی رو میخوام بخونم که اصلا چطور شد که این کتاب در آمد. من خیلی اینا همه رو نوشته بودم ولی هیچ وقت نمیدونستم این کتاب چجوری قراره به همدیگه جفت و جور بشه و کتاب بشه. سالها گرفتار بودم نمیفهمیدم که چطوری این رو شروع کنم تا این اتفاق افتاد. ببخشید چشم هم ضعیف شده. دیشب خواب اکبر آقا را دیدم. گوشه اتاق چنباتمه زده بود، همان اتاق لعنتی بازجویی که در آن برای اولین بار او را دیده بودم. لاغر و تکیده تر از قبل بود. هنوز پاهایش تا بالای زانوهایش مثل یک مشک باد کرده و سیاه بود. صورتش آنقدر متورم بود و پای چشمانش از شدت مشتهایی که بر سر و صورتش زده بودند آنقدر سیاه بود که پوست گندمگون او را دیگر نمی‌دیدی. چشمهایش تنگتر از همیشه شده بود و قطرات خون از گوشه هر دو چشمش روان بود، به طوری که تمام پیراهنش خون‌آلود شده و زمین گوشه اتاق درست همان جایی که او افتاده بود کلی خون ریخته بود. همان نگاه همیشگی را داشت، سرد و بیروح و کمترین احساسی را در آن چشمان خولانرود نمی دیدی. گرچه بدن مجروحش داشت از درد فریاد می کشید. ترس داشتم که از او سوالی بکنم و یا چیزی بپرسم. مطمئن بودم که توی آن اتاق لعنتی میکروفون کار گذاشتند و همه حرفهای ما را گوش می کنند. می ترسیدم که اگر حرفی بزنم و یا سوالی بکنم اکبر آقا حرفی بزند که بعداً بر علیهش تمام شود. همان گوشه اتاق در حالی که او را با وحشت نگاه می کردم ناگهان خشکم زد. اکبر آقا یک حالت دیگری پیدا کرد. یک دفعه احساس کردم نگاهش متفاوت شد. چشمهای خونالودش به سفیدی رنگ میباخت. کبودی های صورتش و پاهای سیاه و باد کردهش کم کم بیرنگ میشدن. احساس میکردم اکبر آقا دارد جلوی چشمهایم میمیرد. تمام بدنم میلرزید. نمیتوانستم به هم خوردن دندان نمیتوانستم خودم را کنترل کنم. دندانهایم به شدت به هم میخوردند. فکم انگار داشت از شدت درد به هم خوردن دندانهایم از جا در میآمد. یک دفعه همانطور که کنج اتاق چون باتمه زده بود به یک طرف افتاد. سرش چنان محکم به موزاییک کف اتاق خورد که انگار ترکید. از صدای ترکیدن سرش از خواب بیدار شدم. تمام بدنم خیس عرق بود. بالش زیر سرم خیس بود. یواش از تخت پایین آمدم که سهیلا رو بیدار نکنم. یواش از اتاق خواب بیرون رفتم. و در رو پشت سرم بستم. ساعت هنوز 2 صبح بود. خوابم نمی برد. وحشت مرگ اکبر آقا با آن شکل و شمار توی آن اتاق لعنتی بازجویی را هایم نمی کرد. سماور را روشن کردم. هنوز بدنم پیسرق بود. چند دقیقه همون طور توی آشپزخانه خشکم زده بود. نمیدانستم چه کار کنم. هفته نیست که حداقل یک بار خواب زندان را نبینم. خوابهای لعنتی روزهای وحشت و شکنجه در زندان هنوز بعد از بیشتر از 2 دهه رهایم نمی کنم. ولی این یکی از همه بد.
بدتر بود. تصمیم گرفتم شروع کنم به نوشتن داستان زندگی خودم. خاطرات زندان و داستان رنج و درد اکبر. این که میگم، این واقعا اونجوری بود که کتاب در واقع شروع شد. اکبر آقا شد اون به اصطلاح تم اصلی که این کتاب رو به هم وصل کرد. بدون اون این کتاب اصلا شکل نمیگرفت. اکبر آقا هنوز زنده خوشبختانه تو ایرانه. خیلی وحشتناک اینو شکنجه کردن. تو این کتاب بخشش نوشتن. تو دل بود. از شوروی اومده بود و خیلی اذیت شد. ولی به هر حال خوشبختانه هنوز زنده هست و در ایران. من عکسش شد. آخرین عکسی که تو این کتاب عکسی ازش گذاشتم، عکسی که چند ماه پیش ازش گرفته، برادرم برام فرستاده. تو این کتاب عکسش هست. بعد خیلی داستان زندگیش جالب اصلا. گفتم اون دوران چطوری ما به انقلاب به مبارزه جذب شدیم. این خیلی جالب بود. اون فضای اون دوران رو نمیدونم شماها ایران بودین، چند نفرتون ایران بودین، اون رو چجوری تجربه کردین. برای من خیلی فضای زیبایی بود. در آن روزها وقتی صدای آواز هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید و آوای بهاران خجسته باد را گوش می کردم، چنان عطر گلهای بهار فضای انقلابی سرمستم می کرد که شاید هیچ صوفی و شیدایی با سماع و حشیش هم نتوانسته بود لحظه از آن سرمستی و شیدایی من را حس و تجربه کند و یا آن همه لذت برده باشد. این احساسات کم و بیش در همه ما جوانهای شیدا وجود داشت. این همان احساسی بود که بچه های مسلمان با آن در میدان جنگ با دست خالی به مسافه تانکای عراقی می رفتند، یا داوطلبانه از میدانهای مین می گذشتند و با تک تک کردن بدن خود راه را برای رفقای انقلابی پشت سر خود باز می کردند. این همان احساس خوشایندی بود که اعضای سازمان مجاهدین را با کمربندهای انفجاری به نماز جمعه میکشاند و ائمه جمعه را منفجر میکردند و یا در خانه های تیمی تا پای جان در مقابل هجوم سپاه و کمیته ها میجنگیدند و کشته میشدند و از جنس همان احساسی بود که چپهای رادیکال را از سراسر کشور به جبهه های جنگ با حکومت در کردستان کشانده بود و در سرمای وحشتناک زمستان های سرد در دهات و کوهستان های مناطق کردنشین به زندگی آنها معنای دیگری داده بود که توانسته بودند زندگی راحت شهری در خانواده‌های نسبتاً مرفه را رها کرده و برای ساختن آرزوهای خود در کوه‌ها و بیابان‌های کردستان اسلحه به دوش تا پای مرگ مبارزه کنند. سوسیالیسم رویایی من درست مثل همان بهشت موعود بود. بهشتی که به روایت‌های ملا محمد باقر مجلسی جویهایش پر از شراب و اطراف اکنافش پر از حوریان بهشتی و سرزمینی پر از گل و درختانش پر از میوه‌های رسیده و خوش‌طعم، طبیعتی زیبا داشت، مردمانش همه شاد و تندرست و همیشه خوشحال بودند و همه آرزوهای آنها برآورده شده بود و هیچ جای گله و شکایتی باقی نمی‌ماند. درست مثل همان حکومت وعده داده شده عدل علی در سخنرانی های آیت الله طالقانی و منتظری و یا جامعه قسط اسلامی و یا جامعه بی طبقه توحیدی مجاهدین خلق بود. با این حال و هوا بود که زندگی می گذشت و چه خوش می گذشت. آنقدر سرخوش بودم که از همه چیز یادم رفته بود. از خانه و خانواده، از پدر و مادر و حتی از انسانیت. در آن فضای سرخوش مستی بود که وقتی مخالفین انقلاب را اعدام می کردند و یا بهایی‌ها و یا سلطنت طلب‌های بازمانده از حکومت گذشته را انگار نه انگار که فرزندی مادر یا پدرش را از دست می داد و یا همسری برای همیشه در داغ از دست دادن محبوبش خون می گریست. انقلاب، سوسیالیسم، فضای مبارزه و شور و عشق و مستی جوانی چنان حجابی بر همه احساسات و شعور من سایه افکنده بود. خلق، مردم، طبقه کارگر و بسیاری از مفاهیم دیگر جز مفهومی مجازی برای من و ما نبودند و این همان مرحله جنون‌آمیزی بود که به سادگی میتوانستی همه چیز را در راستای دستیابی به این مفاهیم مجرد توجیه کنی.
از جنس همان خلسه ای بود که چون در اون میرفتی مثل دراویش قادری و نقشبندی بر سر و صورت خودت میکوبیدی و با دشنه و کارد بر تن و بدنت فرو میکردی و هیچ دردی را که نه احساس نمیکردی که هیچ لذت حصول حق و وصول به کمال هم نصیبت میشد. خلسه ای لذت بخش که گاه حتی عشق و مهر مادری و پدری نیز نمیتوانست از آن به درت آورد، چه برسد به احساس رنج و درد پدری که در انتظار مرگ در بستر افتاده بود با آخرین روزهای زندگیش را می‌گذرانم. این فضایی بود که ما توش بودیم و همه چیز با این مفاهیم مجرد در حقیقت پوشیده شده بود. یک حجابی روی استراب ذهن و فکر و احساس ما افتاده بود که دده هیچ چیز رو نمیشد ببینیم. یعنی اون چیزایی که اتفاق میافتاد رو ما اصلا نمیدیدیم. اون چیزی رو که تو فکرمون بود به صورت یک مفهوم کاملا مجرد به اون هم میشه فقط فکر میکردیم، نه به هیچ چیز دیگه. حتی اگر پدرت کنار اتاق افتاده بود داشت میمرد هیچ توجهی ما نمیکردیم متاسفانه. سوسیالیسم و کمونیسمی که من به دنبالش بودم اونقدر جاذبه داشت توی اون سالها برام که زندگیم اصلا بدون اون معنا و مفهوم پیدا نمی‌کرد. فعالیت حزبی و سیاسی در فضای سیاسی آن دوران بسیار رضایت بخش بود، به زندگی معنا و مفهوم دیگری می‌داد. در آن سن و سال جوانی برایم بسیار لذت بخش بود که خود را عضو خانواده بزرگی حس می‌کردم که نه فقط در هر گوشه‌ای از کشورم بلکه در گوشه ای از دنیا رفقای حزبی هم مشغول ساختمان سوسیالیسم رویایی من بودند. سوسیالیسمی که گرچه هیچگاه و در هیچ کجای دنیا از نزدیک شاهدش نبودم اما برایم آرمان شهری بود که به همه نیازهای بشری پاسخ می‌داد. فاصله طبقاتی را از میان بر می‌داشت، فقر را ریشه‌کن می‌کرد، همه اشکال تبعیض را از بین می‌برد و به هر کس به اندازه نیازش می‌داد و از هر کس به اندازه استعدادش در ساختمان جامعه سوسیالیستی بهره می برد. بهره کشی انسان از انسان تمام می شد، جای تضاد طبقاتی را کم کم تضاد انسان و طبیعت می گرفت که به نفع برآوردن نیازهای هرچه بیشتر بشریت و ساختمان جامعه نو و عادلانه بود. نظام تراز نوین بشری در حال ساختمان بود و من هم در گوشه ای از دنیا در پی ساختن آن بودم. از همان سالهای نوجوانی که با واژه سوسیالیسم و کمونیسم آشنا شده بودم، از سوسیالیسم در ذهن خلاق کودکانم یک تصویر خیالی و رویایی ساخته بودم. تصویری که در آن همه آرزوهایم بدون کمترین شک و چانه زدنی به واقعیت می‌پیوست. درست مثل بهشت و تصویری که از بهشت در سالهای پیش از آن در ذهنم داشتم. در سوسیالیسم رویایی من همه راه‌های خوشبختی به روی همه شهروندان که انسان‌های تراز نوین سوسیالیستی بودند باز بود. دستگاه دولتی جایش را به اداره امور جامعه داده بود. از ماشین سرکوب دولتی دیگر خبری نبود. ما آن روزها بر آن باور بودیم که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای سوسیالیستی عضو پیمان ورشو، سوسیالیسم وارد آخرین فازهای ساختمان خود شده و مرحله گذار به جامعه کمونیستی فراهم شده بود. کمونیسم یا جامعه کمونیستی که در حقیقت همان بهشت آرمانی ما بود، مثل هیچ چیز دیگری نبود. نیاز انسان کمونیست به تمامی تأمین می‌شد و استعدادش شکوفا. کمونیسم به نظر مراجع مارکسیستی مرحله جدیدی از رشد و شکوفایی در دوران بشریت بود. مارکس گفته بود که همه نظام‌های ماقبل کمونیستی نظام‌های ماقبل تاریخ بشریت هستند و در حقیقت با سوسیالیسم و کمونیسم تاریخ بشریت آغاز می‌شود و انسان تراز نوین ظهور خواهد کرد. انسان تراز نوین هدیه نظام سوسیالیستی و کمونیسم واقعا موجود به تمدن بشری بود. در آن سن و سال و در آن حال و هوا و با این تصاویر ذهنی از سوسیالیسم، کمونیسم و موهبت‌های دست نایافتنی آن بود که در فضای به شدت انقلابی ایران احساس خوشبختی و رضایت تمام لحظات زندگیم را پر کرده بود. جای این احساس را هیچ چیز دیگری نمی‌توانست در وجودم پر کند. این احساس که خب فقط مال من نبود، این احساس مال همه بچه های هم نسل من بود که اون دوره تو انقلاب بودن.
از گروه های دیگه چپ گرفته تا بچه های مسلمون. حالا هر کسی اون جامعه آرمان شهر رویاهای خودش رو فکر میکرد که داره میسازه، ولی همه ما اینقدر رویایی و شیفته و شیدا شده بودیم در اون دوران. یه بخش کوچیکی از روابط درونی که توی تشکیلات بود، خیلی راجع به این تو کتاب زیاده، ولی یک قسمت بسیار کوچیکش براتون میخوام بکنم که با این آرزوها اون وقت ما چطور زندگی تشکیلاتی داشتیم. ما توده های جوان در حوزه های حزبی دنیای جدیدی را تجربه میکردیم. روابط دوستانه و رفیقانه شکل میگرفت که از کیفیت دیگری از زندگی خبر میداد که تا آن زمان تجربه نکرده بودیم. رفقای حزبی شیفته همدیگر می شدند. گاه بعضی از بچه ها را می دیدی که چنان عاشقانه به بعضی از مسئولین حزبی نگاه می کردند و مجذوب آنها شده بودند که به یاد روابط عرفا و مرید و مرادی آنها می افتادی. دوران عجیبی بود. اگر بعضی از رهبران گروه های سیاسی ادعای شمس بودن می کردند، شاید به جرأت بتوان گفت که هزاران مولانا به دنبال آنها مدهوش روانه دیرهای خراباتی سیاست می شدند. حالت مسخ انقلابی همه فضای جامعه را در خود فرو برده بود. تجربه کار جمعی داوطلبانه و انقلابی در حزب برای ما توده‌ها تجربه قشنگی بود. تجربه بیشتر ما موقعیت‌های خوب شغلی، فرصت‌های تحصیلی، امکانات مادی، کارهای پردرآمد، استفاده از امکانات مادی خانوادگی و یا امکاناتی مثل سفر، مهمانی‌های خانوادگی و مانند آن را به نفع یک آینده کاملا مجرد و مجازی که جز در ذهن ما وجود نداشت فدا میکردیم. تصور همه ما به گونه‌ای بود که انگار کپسول زمان و مکان در محدوده جغرافیایی ایران برای همیشه در همان حال متوقف باقی میماند. شاید درست به همین دلیل هم بود که همه مواهب واقعی را به خلسه انقلابی آن دوران گذرای پرشور تاخت میزدیم، حتی زندگی را. این بقیه این کتاب بیشتر همین وصف و توصیف زندگی ماه، زندگی نسل من، زندگی ما توده ها، گروه های دیگه که خیلی شبیه هم بودیم ما، با اینکه اینقدر اختلافات عجیب غریبی ظاهرن بین ما بود که بعضی ها به خون هم تشنه می شدن، ولی ما همه مثل هم زندگی میکردیم، مثل آرزوهامون شبیه هم بود. اون چیزایی که دنبالش بودیم همه به اصطلاح مفاهیم مجرد بسیار شبیه همدیگه بودن، ولی خب اون فضای سیاسی و همون به اصطلاح حالت مسخ شدن در اون شرایط حتی ماها رو به دشمنان خونی همدیگه تبدیل کرده بود، بعضی از گروه های سیاسی رو. کتاب اول در حقیقت همین داستان زندگی سیاسی خودم هست و اون چه که به اصطلاح من شاهدش بودم و گذر در اون دوره تاریخ ایران تا زمانی که من دستگیر شدم، که قسمت به اصطلاح کتاب دوم هست این دستگیری و بازجویی. این طرح بالاش هم پسرم البرز کشیده، این طرح سلول‌های راهرو سلول‌های انفرادی است در بازداشتگاه سپاه پاسداران در مشهد. یه بخشی رو از این رو براتون میخونم. خب من دستگیر شدم، روزهای متمادی زیر بازجویی و بازجویی و شکنجه بودم و چیزی که تا اصلا تجربه نکرده بودم تو زندگیم، گرچه تصور کرده بودم. همه ماها فکر میکردیم که وقتی وارد مبارزه سیاسی میشیم دستگیر میشیم، شکنجه میشیم، اعدام میشیم، ولی خب بده هیچ کس واقعا نمیدونست شکنجه و اعدام اصلا یعنی چی. یعنی یک بچه مثلا 17 18 ساله 19 ساله اصلا تصورش از اعدام، تصورش از پایان زندگی، تصورش از شکنجه، اینا مثلا بیشتر تو رمان‌ها خونده بودیم و شنیده بودیم و یک حالت همون بازم چون مسخ بودیم یک حالت زیبایی داشت. اصلا شکنجه شدن مثلا ارزش بود، نمیدونم کشته شدن ارزش بود، چیزایی که تو زندگی واقعی همه فاجعه ان، یعنی بلا هستن اینا، ولی برای ما اینا ارزش شده بودن و با این آرزوها و با این به اصطلاح ادبیاتی که ما بزرگ شده بودیم. حالا من دستگیر شدم و رفته بودم زیر شکنجه و اون داستانا که اینجا هست و دیگه خودم هم حال خوندنش ندارم متاسفانه، ولی از اولین صبح که
سلول انفرادی بودم رو براتون میگم. متوجه نشدم چقدر خوابیدم. یک باره با صدای باز و بسته شدن درها که انگار عمدن هم با سر و صدای وحشتناکی انجام میشد از خواب بیدار شدم. هنوز هوا تاریک بود. زمان را از دست داده بودم. صدای باز و بسته شدن در کم کم نزدیک و نزدیکتر میشد تا اینکه در بزرگ آهنی سلول من هم باز شد. اصطلاح گفت، اصطلاح ما به این لقبی بود که به این پاسدارای بسیجی که توی زندان کارهای روزمره رو انجام میدادن میگفتیم. اصطلاح گفت بلند شو، وقت نمازه، برو وضو بگیر. من که نماز نمیخواندم گفتم احتیاجی به وضو ندارم. او گفت نمیخوای بری؟ گفتم نه. با اخم و ناراحتی نگاهی به سر و تا پایم انداخت و همانطور که چشمش روی پاهای خونین و برم کرده هم متوقف شده بود گفت ای سگ بی نماز. و در را بست و رفت. صدای باز و بسته شدن درها کم کم دور و پس از مدتی تمام شد. دوباره خوابم برده بود که باز صدای باز و بسته شدن درها شروع شد تا به من رسید. حالا هوا روشن شده بود. از همان نورگیر آفتاب را که تازه سر زده و بر سر درختان بلند خیابان افتاده بود میشد که دید. سلول نسبت به شب قبل که خوابیده بودم سردتر شده بود. تازه درد بدنم را احساس می کردم. هیچ جای بدنم نبود که درد نکند. دهانم دیگر اصلا باز نمی شد و درد شدیدی در سمت چپ صورتم احساس می کردم. لخته های خون کف و روی پاهایم و اطراف مچ هر دو پایم خوش شده بود. کمر و گردنم از درد تکان نمی خورد. در باز شد. اصطلاح با یک کتری بزرگ در دست در میانه در ایستاد. از من خواست که لیوانم را برای چای به پیش ببرم. معمولا این سلولای انفرادی یک پنجره، این عکسش گربرز کشیده، این یک پنجره کوچیک اینجا بود که اینا را معمولا از بیرون یک سیخی هم میکردن توش میبستن. اینه میکشیدن پایین به ما میگفتن لیوانتونو بدین. ما هم اونجا یه لیوان داشتیم، یه لیوان پلاستیکی قرمز رنگ بود تو سلولا و یه کاسه روحی که همه دارایی ما تو زندان همین بود. یک کاسه روحی، یک دونه لیوان و چند تو دیپامنه، یکی دو تا پتوی سیاه سربازی. بخار از در باز شد. اصطلاح با یک کتری بزرگ در دست در میانه در ایستاد. از من خواست که لیوانم را برای چای به پیش ببرم ولی نمیتوانستم از جایم تکان بخورم. تا آمدم به زور خودم را جابجا کنم خودش قدم داخل گذاشت، انگار که عجله داشت. در لیوان که در گوشه اتاق بغل همان کاسه روحی که هنوز چند قاشقی از سوپ در آن مانده بود و ته سیگارم را هم در آن انداخته بودم چای ریخت. دو حبه قند هم کنارش روی زمین گذاشت و رفت. بخار از سر لیوان قرمز پلاستیکی بلند شد. خودم را جمع جور کردم و لیوان را از دستش گرفتم و شروع کردم به نوشیدن چای. به هر بدبختی بود فکم را باز کردم و قندی به زور در دهان گذاشتم و جرعه جرعه شیرینی قند و تلخی چای با بوی پلاستیک را مزه مزه کردم. خون مانده در دهانم و سوپ و سیگار دیشب دهنم را به شدت بدبو و بدمزه کرده بود. بوی بد دهانم آزارم میداد. حالا این قند و چای کمک میکرد که تا اندازه دهانم را شسته و مزه بد خون مانده را با مزه شیرین قند دوم جایگزین کنم. یک دفعه نگاهم به کنار کاسه افتاد. دو تا قند از دیشب جا مانده بود که نخورده بودم. با خوشحالی آنها را یکی پس از دیگری در دهان گذاشتم و با آخرین جرعه های باقی مانده چای مزه مزه کردم. چقدر شیرینی قند خوشمزه بود. لیوان چای خالی شده بود ولی مطمئن بودم که باز دوباره اصطلاح با کتری بزرگش در را باز کرده و لیوان خالی را پر از چای خواهد کرد. در همان کنج سلول باز چنباتمه زدم و به فکر فرو رفتم. چند دقیقه نگذشته بود که باز در اتاق باز شد و تکه این نان و تکه کوچکی پنیر را که در حقیقت صبحانه ام بود گرفتم. تازه فهمیدم که چقدر گرسنه‌ام. نان و پنیر را به هر زوری که بود خوردم. دهانم که باز نمی‌شد. هیچ فکم قدرت خرد کردن و جویدن نان و پنیر را نداشت و به شدت درد می‌کرد. ولی به هر حال خوردن اولین صبحانه پس از آن همه کتک و شکنجه چه کیفی داشت. اولین صبح را در سلول انفرادی تجربه می‌کردم. وقتی وارد بازداشتگاه شده بودم ساعتم را همراه با همه چیزهای دیگری که در جیب‌هایم بود، مثل کلیدها، پولی را که همراه داشتم، سیگار، فندک و حتی کت و کفش‌هایم را گرفته بودند.
فقط با یک شلوار و پیراهنی که بر تن داشتم زندگی می کردم. حساب زمان را کلن از دست داده بودم، ولی خب حالا دست کم معلوم بود که روزی جدید آغاز شده است. زندگی در سلول انفرادی هم داستانی است. نه کتابی، نه روزنامه‌ای، نه رادیو و تلویزیون، نه دوست و رفیقی که با او حرفی بزنی، نه وسیله‌ای که با آن سرت را گرم کنی. همه ثروت من در آن سلول عبارت بود از یک در آهنی با دریچه‌ای در میانه آن، 4 دیوار سیمانی در اطرافم، 1 سقف سیمانی بالای سرم و زمین سرد موزاییک فرش که با یک موکت نازک نمدی به ضخامت یک مقوا پوشیده شده بود. 2 پتوی کهنه و پشم در رفته سربازی، 1 لیوان پلاستیکی قرمز رنگ و 1 کاسه و قاشق روحی. این همه آن چیزی بود که از همه دنیا در این سلول نصیب من شده بود. در عوض 1 دنیا نگرانی و ترس و وحشت از شکنجه و کتک و آزار روزانه داشتم و 1 دنیا فحش و ناسزا که هر کس و بی کسی که به هر مناسبتی سری به سلولم میزد از آن بی بهره هم نمیگذاشت. ولی از همه بدتر فقدان مستراح و دستشویی بود. نان و پنیرم که تمام شد احساس کردم به شدت به مستراح رفتن احتیاج دارم. به در کوبیدم. کسی نمی آمد. چندین بار به شدت به در کوبیدم. دیگر نمی توانستم خودم را نگه دارم. محکم و محکمتر به در می زدم. نمی توانستم روی پاهایم بایستم. مثانه و روده هایم وحشتناک درد گرفته بودند. پشت در نشسته بودم و به در می زدم تا اینکه اسدالله با عصبانیت در را باز کرد و گفت که چه مرگته؟ گفتم باید برم دستشویی. گفت مگه صبح برای نماز نرفتی؟ گفتم نه، نماز نمی کنم. در کمال تعجب و با حالتی تحقیرآمیز به من گفت بشاشو تنبونه و در را بست و رفت. شوکه شده بودم. یعنی چی بشاشت و تنبونت؟ اولین بار در زندگیم بود که برای رفتن به مستراح باید اصرار میکردم و یا اینکه میدیدم برای کسی میتوان برای مستراح رفتن ممانعت ایجاد کرد یا اینکه مستراح رفتن باید زمان معینی میداشت. باز به در کوبیدم. چند دقیقه بعد باز همان اسدالله آمد. با عصبانیت گفت که چه مرگته؟ گفتم باید برم دستشویی. نمیتونم خودم رو نگه دارم. داره میریزه. با خونسردی گفت که ای سگ بی نماز، بشاش تو شلواره. یادت باشه دفعه بعد که وقت دستشویی رسید بری خیر سر ترک کثافت‌کاری رو که داری بکنی. در را بست و رفت. مثانه‌ام داشت میترکید. اصلا برایم قابل قبول نبود که این بابا میگفت بشاش تو شلواره، که از همه شکنجه های دیروز برایم سنگین تر بود. یعنی چه بشاش تو شلواره؟ قبل از دستگیری و در تمام دوران فعالیت سیاسی فکر همه چیز را کرده بودم، یا خیال میکردم که فکر همه چیز را کرده بودم. تصور زندان، شکنجه، کتک و حتی اعدام. ولی تصور این که برای شاش کردن باید التماس کنی و یا این که در شلوارم بشاشم را اصلا نکرده بودم. چاره ای نداشتم. پشت در سلول نشسته بودم و به خودم فشار می آوردم و دستم را وسط پاهایم گذاشته بودم و خودم را تکان تکان می دادم که شاشم نریزه، که پنجره کوچک آهنی روی در بالا زده شد و یک نفر گفت چشمندت رو بزن و حاضر شو. خوشحال شدم. فکر کردم که آمده منو ببره مستراح. چشمندم رو زدم و روی پاهای خونین رو ورم کرده ایستادم. در باز شد. اسدالله نبود، بازجو بود. سر چوب را به دستم داد و راه افتادیم. رضا بود، همان سربازجوی ما. البته آن موقع نمیدانستم که کیست و چه کاره است. بعدها کم کم اسم و رسم و مقام و موقعیتش را در بخش اطلاعات سپاه متوجه شدم. به دنبالش راه افتادم. نمیدانستم کجا دارد مرا میبرد، اما دیگر طاقت نداشتم. داد زدم شاشم داره میریزه. همانجا ایستاد و اسدالله را صدا زد و گفت ببرش مستراح. کارش که تموم شد بیارش پیش من. این مثلا فضای اونجاست. مثلا شما فکر همه چی رو میتونید بکنید غیر از اینکه شاشتون هم مثلا اونجا برای خودتون میشه شکنجه. یعنی فضای عجیبی بود اون سال ها. خب توی اون دوران با اون سختی، با اون وضعیت تو سلول انفرادی، بعد از مثلا حالا تصور بکنه یه جوونی که مثلا صبح تا شب، از سر صبح ما بیدار میشدیم ساعت 5-6 صبح، واقعا تا 10-12 شب همینجور میدویدیم دنبال این کارهای تشکیلاتی. حالا نتیجه چی بود اصلا مهم نه، ولی همین اینقدر فعال و پرتحرک.
حالا همه چی تموم شده، افتادیم زندان، شکنجه، سلول انفرادی، تنهایی. خیلی احساس دلتنگی عجیبی به من دست داده بود. و یکی از اون افرادی که خیلی دلم براش تنگ شده بود، سهیلا بود. دلم اما برای سهیلا خیلی تنگ شده بود. با اینکه تازه با هم آشنا شده بودیم و قرار و مدار ازدواج گذاشته بودیم، ولی خیلی دوستش داشتم. آخرین روزهای قبل از دستگیری احساس میکردم بالاخره همسری را که در تمام آن سالها دنبالش بودم پیدا کردم. از همه مهمتر این که توده‌ای بود و مثل خودم هوادار حزب. خوشگل بود و باهوش. نگران این نبودم که وقتی با او صحبت میکنم باید صد بار برایش موضوع را توضیح دهم تا بفهمد. او شاگرد اول همه دبیرستانهای استان خراسان بود. دست و دلباز بود. به حزب کمک مالی فراوان میکرد. میز اتاق شعبه کارگری را که شکل و شمایل اتاق را از این رو به اون رو کرده بود با پول و کمک مالی او خریده بودم. آنقدر به حزب وفادار بود که وقتی در اولین دیدار و آشنایی پس از اینکه به او گفتم که اگر قرار باشد روزی بین او و حزب یکی را انتخاب کنم حزب را انتخاب خواهم کرد، اصلا آزرد خاطر نشد. شاید او هم اگر قرار بود انتخاب کند حزب را بر من ترجیح میداد. نمیدانم و هیچ وقت هم از اون نپرسیدم. شاید هم احساس شوونیستی مرد سالارانه ام اصلا به من اجازه نمیداد که تصور کنم زنی همسرش را به هر دلیل دیگری تنها بگذارد. فکر میکردم مگر سهیلا انتخاب بهتری هم برایش ممکن بود. به هر حال من هم هنوز خیلی مرد جا افتاده ای نبودم که احساسات شوونیستی مردانه داشته باشم. جوانکی بودم که در توهم خودم را مردی در قد و قامت رهبران و کادرهای کارکشته حزبی می دیدم. نمی دانستم سر او چه آمده است. در این حال وحشت داشتم که از بازجوها در مورد او بپرسم. بهانه ای هم برای صحبت درباره او پیش نمی آمد. نه مسئول مستقیم او بودم و نه او به من گزارش میداد و نه رابطه حزبی با هم داشتیم. بیشتر می ترسیدم که اگر اسم او مطرح شود و کسی از رابطه من و او خبردار شود شاید حتی برایم پاپوش اخلاقی درست کنند. اتهام اخلاقی چیزی بود که آن زمانها مد شده بود. سپاه و کمیته ها و مقامات دادستانی بعد از هجوم به هر خانه تیمی مدعی می شدند که مقدار قرص ضد بارداری و کاندوم و عکسای سکسی پیدا کردند. و از روابط نامشروع دختران و پسران در خانه‌های تیمی داده سخن می‌دادند. این در حالی بود که تقریباً همه اعضای سازمان‌های سیاسی در این زمینه‌ها از هر مسلمانی مسلمان‌تر و متعصب‌تر بودند. نمی‌خواستم رابطه قشنگ ما قربانی پرونده‌سازی‌های کثیف سیاسی آنها گردد. در این سه روز هیچ جا و هیچ موردی هم پیش نیامده بود که اسم سهیرا مطرح شود. تنها جایی که می توانستم اسم او را مطرح کنم در چارت تشکیلاتی بود، ولی از ترس اینکه مبادا اگر دستگیر نشده با نوشتن اسم او باعث دستگیریش شوم اصلا مدعی شدم که افرادی را که رده های پایین تر از عضو کمیته های ناحیه بودند را نمی شناسم. سهیلا مسئول یک حوزه بود که در حوزه مسئولینی که اعظم مسئول آن بود شرکت می کرد. اعظم اول بار پیام مرا برای او برده بود و اولین قرار را از طریق او با سهیلا گذاشته بودم. فکر میکردم کاش هرگز با او آشنا نشده بودم. تصور نمیکردم به این زودی دستگیر شوم و رابطه ما پایان پیدا کند. در این مدت دیگر مطمئن شده بودم که اعدام من حتمی است. این فقط رازینی حاکم شهر نبود که به اعدام تهدیدم میکرد. پور محمدی دادستان در این سه روز دو بار از اعدام برایم روزه خوانده بود و بازجوها در هر بازجویی کمترین تهدیدشان این بود که اگر همکاری نکنی اعدام خواهی شد. در اوج جوانی با دنیای امید و آرزو خودم را در قبر می دیدم. نمی خواستم سهیلا و عشق قشنگ او را با خودم در گور دفن کنم. کشتار حکومت در سال 60 و 61 وحشت آور بود. اعضا و هواداران ساده گروه های سیاسی را یکی پس از دیگری اعدام می کردند. گرچه من هیچ کدام از اتهامات آنها را نداشتم،
نه در خانه تیمی مخفی شده بودم، نه نارنجک و سیانور به همراه داشتم و نه در درگیری مسلحانه و خیابانی به دام افتاده بودم. ولی از طرف دیگر ما متهم بودیم که منشأ همه بیدینی ها و ارتداد در کشور بوده ایم. به قول بعضی از بازجوها و دادستان و قاضی شهر، ما ام الفاسدین بودیم و من متاسفانه مسئول موقت کمیته ایالتی حزب در استان خراسان بودم. یعنی اگر قرار بود به طور نمادین یک نفر را در خراسان اعدام کنند، دهان مرتجعین ضد کمونیست را ببندند و جوابگوی مادران و پدران داغ دیده و فرزند از دست داده دیگر گروه ها باشند و بگویند که با حزب توده هم همان می کنند که با گروه های دیگر کردند، آن یک نفر بینوا من بودم. کاش با سهیلا اصلا آشنا نشده بودم. در این حال تجربه عشق چند ماهه ما گرچه خیلی کوتاه بود، اما خیلی هم قشنگ بود. چند بار بیشتر همدیگر را ندیده بودیم، ولی تجربه زیبایی بود. احساس می‌کردم که حالا اگر بار دیگر او را می‌دیدم و از انتخاب بین او و حزب حرفی به میان می‌آمد، او را انتخاب می‌کردم. فکر کنم خیلی طولانی شده، نه؟ یک دو تا قسمت دیگر می‌خونم بعد تمام. توی این بازداشتگاه ها، بازجوها، با اینکه خب تصویر، یک تصویر مثلا چیز ما داریم نسبت به بازداشتگاه، بازجویی، بازجو، ولی خب اینا هر کدومشون باز یه روشی داشتن. بعضیشون خیلی رزل بودن، بعضیشون آدمتر بودن، بعضیشون باشون شد حرف بزنید، ولی بچه ها که زندان بودن همه تقریبا همین تجربه ها رو دارن، مگر اینکه فقط با یه بازجو سر کار داشتن. ما که متاسفانه مسئول تشکیلات بودیم، 100 تا بازجو داشتیم. هر کی از راجع به هر کی دیگه میخواد سوال بکنه، ما باید بازجوی، یه طرف بازجویی همیشه ما بودیم. این هم یکی از بدبختی هاست. یعنی شما وقتی رده تشکیلاتیتون بالاست، خب 300-400 تا حزب توده، اون موقع تو مشهد 500 تا عضو داشت. ما باید راجع به 500 تا آدم بازجویی پس میدادیم. حالا چه میشناختیم، چه نمیشناختیم، چه به ما گزارش میدادن، چه نمیدادن، همه این بدبختی سر ما خراب شده بود. و به خاطر همین هم همه بازجوها یک جوری مثلا سعی میکردن که با ماها چیز کنن. یکی از این بازجوها یه شخصی بود به نام هاشم، یه بچه جوان بود، فکر نمیکنم 18 سالش هم هنوز شده بود، دبیرستانی بود و رفت جبهه کشته شد همون سال. خیلی آدم رزلی بود، بدون دلیل میزد، یعنی اصلا بدون دلیل آدم ها رو میزد، اصلا اهل حرف زدن نبود، همیشه فحش میداد. این یکی از خاطره‌های من از اونه. شب دیر وقت شده بود که صدای هاشم از پشت پنجره کوچک آمد. پنجره را بالا زد و گفت رضا چشمدت رو بزن. در را باز کرد، سر چوب را به دستم داد. اون موقع به ما چه چوب میدادن، چون ما نجس بودیم، کافر بودیم، کمونیست بودیم، دست به دست نمیزدن که دستشون نجس بشه. یه چوبی میدادن، ما یه سر چوب میگرفتیم، اونا هم یه سر چوب رو میگرفتن. و وقتی که میخواستم ببرم بازجویی یا تو راه رو این بربر میرفتیم، سر چوب را به دستم داد، به دنبال او را افتادم. از سالن سلول ها و راه رو به اتاقهای بازجویی رفتیم و از در اصلی ساختمان به محوطه فضای آزاد وارد شدیم. در راه گفت حاج آقا حکمت را صادر کرد. اول متوجه نشدم که هاشم راجع به چه چیزی صحبت میکرد و جریان چه بود. گفت به اعدام محکوم شدید. یک باره وحشت همه وجودم را گرفت. قبل از آن بارها به اعدام فکر کرده بودم، ولی حالا انگار راستی راستی به سراغم آمده بود. گفت میخوای قبل از اجرای حکم وصیت‌نامه تو بنویسی؟ باورم نمیشد که زندگیم به همین سرعت داشت تمام میشد. به همین سادگی داشتم به طرف قبر میرفتم. پاهایم کم کم سوس شده بودن که در گوشه یک جایی که پشت سرم انگار دیواری بود مرا ایستان و از من خواست که حداقل قبل از اعدام اشهدم را بخوانم و مسلمان از این دنیا بروم. صدای چند نفر دیگر هم می آمد. یکی دیگر از آنها گفت رضا چرا اشهد نمی خونی؟ کافر به اون دنیا بری، اونجا هم عذاب می کشی. هاشم گفت اگر حرفی داری یا چیزی می خوای بگی بگو. صدام در نمی آمد. تقریبا نیمه جان کنار دیوار ایستاده بودم. پاهایم کم کم شل شدن. به دیوار تکیه دادم. پشتم که به دیوار خورد انگار دیوار از جنس یخ بود. پشتم داشت از سرما یخ می زد. با این وجود عرق از سر و گردنم می ریخت.
گلویم گرفته بود، داشتم خفه می شدم. احساس می کردم گلوله ها دارن به طرفم می آیند. به زور خودم را سرپا نگه داشته بودم. فکر کردم چرا مرا به درختی یا ستونی یا به یک جای نمی بندند. دنیا دور سرم می چرخید. نوار زندگیم با سرعت سرسام‌آوری داشت توی مغزم مرور می شد. مثل فیلمی بود که روی دور تون گذاشته بودن و خودم تماشاچیش بودم. صدها و هزارها تصویر مثل برق از جلوی چشمهایم رد می شد که نمی توانستم به هم وصلشان کنم. سهیلا و مامانم، مسعود، پری و نازلی، عباس و مهین، کیانوری و جلسه های پرسش و پاسخ، روی موتور هوندای 125 هم مثل تیر از همه خیابان های مشهد رد می شدم. دبیرستان ابن امین، خیابان سن‌آباد، گلکوچه که میدون فوتبال توی میلان گیتی، شهرک ابوذر و فرکه آب، به یاد دورانی که کوه میرفتم افتادم. کتاب فروشی، هندوستان، افغانی ها و رفیق رفیق گفتن هاشون، همه چیز مثل برق و باد میگذشت. زمان و مکان را از دست داده بودم. هاشم با چوب به شکمم فشار داد. انگار یک دفعه از خواب پریدم. با حالت خنده و مسخره گفت خیلی جا خوردی ها؟ به این زودی ها حکمت اجرا نمیشه. حالا حالاها باهات کار داریم. نفهمیدم چقدر طول کشیده بود و چه مدتی آنجا منتظر ایستاده بودم. چند دقیقه بود یا نیم ساعت یا شاید هم بیشتر. سر چوب را گرفتم و باز دنبال او از همان مسیر و همان راه روها به سلول برگشتم. منصور با دیدن من با آن حال و روز جا خورده بود. داستان را برایش تعریف کردم. آن شب تقریبا تا نزدیکی های صبح هیچ کدام از ما خواب ما نبرد. طوری وانمود کرده بودند که هر دوی ما منتظر اعدام نشستیم. فردا صبح که رضا مرا برای بازجویی برد، از او در مورد زمان اجرای حکم پرسیدم. او با تعجب گفت کدام حکم؟ گفتم دیروز حاج آقا ما رو محاکمه کرد و حکم اعدام داد. گفت کی بهت گفته که حکم اعدام گرفتی؟ گفتم هاشم. گفت شوخی کرده. خیلی قسمت های دیگه هست که جالبه براتون بگم، ولی خب وقت نیست و خیلی هم فکر میکنم همه تون افسرده میشین. یه تیکه فقط اینجا میکنم راجع به دوستان باهایی که ما در زندان با اونها آشنا شدیم. زندانی که خب همه بودن از همه گروه های مختلف، از جمله دوستان باهایی که دستگیر شده بودن و اون زمان همزمان با ما بودن. در دوران بازجویی بسیاری از اینا بودیم و در زندان در اون 5-6 سالی که زندان بودم هم خیلی از دوستان باهایی اونجا در کنار ما بودن. یک انسان بسیار شریفی که باهاش هم اتاق شدم سرهنگ وحدت بود. ما تازه از سلول انفرادی ما رو برده بودن توی یک اتاق عمومی. بعد از 5-6 ماه که تو سلول انفرادی بودیم رفتیم تو اتاق عمومی. توی اون اتاق عمومی این به اصطلاح اتفاق افتاد. هنوز چشم بند بر چشمانش بود که وارد اتاق شد. کمی میلنگید. قدش حدود 180 سانتی متر و خودش سیاه چرده بود. چشم بندش را که برداشت متوجه سیاهی کنار چشمهایش شدم. صورتش هنوز کبود بود یا حداقل جای کبودی مشت روی صورتش کاملا آشکار بود. به نظرم بیشتر از 50 سال داشت. به نظرم پیر می آمد. همسن و سال پدرم بود که چند سال پیش مرده بود. خودش را نصرت الله وحدت معرفی کرد. چند ماه در انفرادی گذرانده بود. سرنگ وحدت ظاهراً همه تابستان را در سلول انفرادی گذرانده بود و حالا او هم مثل ما به اتاق عمومی آمده بود و از نعمت اتاق عمومی برخوردار شده بود. یعنی که هم تنها نبود و هم اتاقی داشت و هم مستراح و دستشویی را می توانست در زمان دلخواه استفاده کند. به نظرم رسید که باید توده‌ای باشد و احتمالاً از اعضای تشکیلات مخفی حزب است. معمولاً افرادی در این سن و سال توده‌ای بودند. ولی هیچ کدام از ما قبلاً او را ندیده بودیم و نمی‌شناختیم. او اولین بهایی اتاق ما بود. از اتهامش که پرسیدم گفت بهایی‌ام. پرسیدم مگر بهایی‌ها رو هم هنوز دستگیر می‌کنن؟ مگر شما هنوز فعالیت می‌کنین؟ در پاسخ با لبخندی گفت مگر اعتقاد به خدا و دین را هم می‌شود تعطیل کرد؟ علت این که کمی میلنگید زخم کف پاهایش بود.
به شدت کاپ خورده بود. همه ما از آنجا که شکنجه شده بودیم با توجه به زمان و شدت زخم‌ها می‌توانستیم حدس بزنیم که طرف چند بار و حدوداً چند تا کاپ خورده است. به نظرم حداقل 4 یا 5 بار تعزیر شده بود. تعزیر اصطلاح آن روز در بازداشتگاه‌های سپاه بود که به جای شکنجه با شلاق به کار برده می‌شد. هنوز زخم‌های کف پاهایش خوب نشده بود و از نوع زخم‌هایی بود که گوشت اضافی بالا می‌آورند. جای ضربه‌های کابل معمولاً اگر کف پا را پاره نمی‌کرد، حداقل این بود که سیاه می‌کرد و حالت پوست تا مدتی عوض می‌شد. اگر پوست پاره می‌شد که بدتر بود و مدت‌ها باندپیچی داشت. بعضی وقت‌ها اگر بارها و بارها روی پارگی پوست کابل می‌زده می‌شد، پا گوشت اضافی در می‌آورد. یعنی در همان جاهای پارگی سلول‌های جدید به شکل بدقواره روی همدیگر رشد می‌کرد و برآمده می‌شد و صافی کف پا برای همیشه از بین می‌رفت. مشکل این گوشت اضافی همیشه تا آخر زندگی با قربانی تعذیر باقی می‌ماند. سرای وحدت انسان بسیار آرام و مؤدبی بود. خودش می‌گفت که عضو هیئت مرکزی بهائیان در شهر مشهد و شاید هم محفل ملی، یادم نیست واقعا چه گفت، بوده است. اتهام او جاسوسی بود. او از آنجا که به قول خودش پس از انقلاب برای دیدار اماکن مقدس بهائی به اسرائیل سفر کرده بود و بدتر از همه ارتشی اخراجی هم بود، در معرض اتهام جاسوسی قرار گرفته بود. البته این اتهام به همه اعضای محفل ملی و محفل‌های شهری و استانی بهائی‌ها زده می‌شد. حالا ارتشی بودن برای سرهنگ وحدت شده بود قوز بالا قوز. تصور کنید سرهنگی که چند سال است که اخراج شده و تازه زمانی هم که در خدمت بوده در بخش لوجستیکی و ترابری در لشکر 77 خراسان کار میکرده، اصلا چگونه میتوانست اطلاعات مفیدی برای جاسوسی داشته باشد؟ حالا پس از آغاز جنگ هم اونقدر تغییرات در ارتش جمهوری اسلامی داده شده بود که اطلاعات او پشیزی هم نمیتوانست ارزش اطلاعاتی داشته باشد، به خصوص که نیروی اصلی نظامی ایران در آن زمان سپاه پاسداران بود. به هر حال سرهنگ وحدت متهم به جاسوسی برای اسرائیل بود و تنها جرم و اعترافش بعد از این همه شلاق و شکنجه همان سفر او برای دیدار اماکن مقدس بهائی‌ها بود. با سرهنگ پس از چند روزی که در اتاق ما بود بسیار نزدیک شدم، تا آنجا که یک روز از سر کنجکاوی و طور خصوصی از او پرسیدم آیا واقعا در بالاترین محافل شما هیچ رابطه‌ای با موساد وجود نداره؟ یعنی واقعا همه اتهامات دروغه و این همه سرکوب و کشتار فقط و فقط یک تسبیح حساب دینیه؟ با مهربانی به من نگاه کرد و گفت تو فکر میکنی اگر ما جاسوسی میکردیم من میتوانستم با این همه شکنجه و عذاب هنوز ایستادگی کنم و اعتراف نکنم؟ مطمئن بودم که راست میگفت. اتهام جاسوسی برای سرهنگ وحدت مسخره بود. مطمئن بودم که اگر او جاسوسی کرده بود طاقت آن همه شلاق را نمیتوانست بیاورد و حتما اعتراف میکرد. تنها اعتراف او همان سفرش به اسرائیل بود. اتهام جاسوسی او پشیزی اعتبار نداشت، چرا که اگر او مسلمان میشد اتهام جاسوسی او منتفی بود. یعنی اگر میخواست میتوانست با یک اشهد خواندن ساده به اسلام مشرف شود، در این صورت اتهام جاسوسی از پرونده او تمام و کمال پاک میشد و آزادش میکردند. بعد از مدتی او را از اتاق ما بردند. به گمانم دوباره به انفرادی رفت. حالا چشمم به جمال داماد او افتاده بود که اتهام خودش را داماد سرهنگ وحدت می‌دانست. یک جوانی بود که بعداً وارد اتاق ما شد. من از او پرسیدم که اتهام چیه؟ گفت داماد سرهنگ وحدت. این اتهام. دیگه وقتتون رو نمی‌گیرم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. امیدوارم که خستتون نکرده باشه. نه، 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 نه،
صحبتی بکنیم. یه پنج دقیقه. دوستان سوال جواب اونهایی که برای سوال جواب ما بعد یه غذایی هم داریم که دوستان آوردن میخوام اینجا با شامپاین و اینا بفرمایید گفتم دور هم بشینیم یه گفتگوی با رضا داشته باشیم، یه سوال و جوابایی بکنیم، رضا بیشتر بتونه برامون صحبت کنه توضیح بده. بفرمایید. بعد از برنامه رضا هست که کتابا رو امضا کنه برام. قبل از اینکه ما از رضا سوال بکنیم
بله بعدش بعدن سوالش این بودش که کسی این کتابو قبل از اینکه امروز اینجا بیان دیده و اگه دیدین کجا؟ آمازون. بسیار عالی. از آمازون. من فکر کردم که یه چند دقیقه به رضای برک بدیم این صحبت که راجع به کتاباش کرده و هر وقتی میخونه طبیعتاً اون عواطف احساساتی که اونا رو چه نوشته چه موقعی که تجربهش کرده برمیگرده و من یه چند تا سوالی نوشته بودم خودش هم میخواست راجع به چیزایی صحبت بکنه خودیم این مقدار کلی تر صحبت کنیم تا بعد بریم سر سوالای یه مقدار عمیق‌تر شاید ازش که پرسیدم کتابات رو به من بده من کتابو بگیرم که بعد بتونم یه چیزایی توش ببینم بخونم سوال ازت بکنم گفت نه بهتره کتابو نبینی اولش گفتم چرا؟ گفتش که خب برای اینکه میخونی بعد یه سری سوالایی میکنی که اونایی که نخوندن نمیدونن جزئیاتشو بنابراین تو هم مثل بقیه سوال کن حالا منم مثل بقیه چند تا سوال میکنم ازش یه مقدار بتونه بیشتر راجع به کتاب توضیح بده بعد شما خیلی ها رضا رو میشناسیم منم سالهاز رضا رو میشناسم و همیشه به قول سهیلا هر وقت دور هم جمع میشدیم داستاناش رو تعریف میکرد از این ور و اون ور بعضی ها رو به سختی بعضی ها رو دوست داشت تعریف میکرد اینجا اونطور شد اونطور شد ما ازش سوال میکردیم و تو این چندین و چند سال یه سوال همیشه این بود که خب چرا رضا نمینویسی اینا رو خوبه این همه مطلب این همه داستان که فقط نیست اینا یه زندگیه و میگو باشه و دارم این کارهایی میکنم و من خبر نداشتم البته بعد یه کتاب هم دارم سوالی که چرا اینقدر سوال طول کشید تا بنویسی یه مقدار اولش خوندی یه تیکه رو ولی فکر کنم خودت بیشتر توضیح بده چی بود در مورد زندان کلن نوشتن اول از همه ساده نیست یعنی آدم دوباره بر میگرده میره توی همون شرایط همه اون تصویرها زنده میشن همه اون احساسها دوباره بر میگردن و کار بسیار بسیار سختیه من متاسفانه بر و یکی از چیزهای خیلی بدی که این خاطرات زندان هست اون چیزی که مربوط به خودمه زیاد منو اذیت نمیکنه یعنی مثلا شکنجه شدی تموم شد رفت دردش هم تموم میشه همه چیش از بین میره میره ولی اون خاطره هایی که باقی میمونه از دیگران به خصوص دوستانی که از دست دادی اعدام شدن وجود ندارن نیستن بچه میبینی یاد اون بچه ها میفتی چون بچه های همسن و سال این بچه های خود من مثلا یه عالمه اعدام شدن پدر مادرها رو میبینی یاد بچه هاشون میفتی هر حادثه ای که میاد شروع برمیگردونه میبره تو اون دوران و این متاسفانه روز به روزم بدتر میشه یعنی بهتر نمیشه انگار که مثلا هی این خاطره ها کهنه تر میشن بعد هی روشون چیز سوار میشه خیلی کار سختی نوشتن راجع به زندان من بارها مثلا یه چیزایی رو نوشتم بعد مثلا 5 ماه 6 ماه دیگه اصلا حوصله نداشتم برگردم الان هم مثلا یه بخشی از این کتاب سوم یه بخشی مثلا نوشتم مثلا حدود 6 ماه اصلا دیگه نگاه بهش نکردم دیگه دوست ندارم مثلا برگردم بعضی جاها خودت دوچار چیزی یعنی دوست نداری راجع به بعضی آدم ها حرف بزنی دوست نداری راجع به بعضی خاطراتت حرف بزنی بعد خودت میخوای خودت سانسور کنی نمیخوای سانسور کنی یک تلاش خیلی سختیه اینجا دوستانی هستن که زندان بودن خانم پارسیپور خاطراتشون نوشتن سالهای گذشته بعد چه خوب که نوشتن و چه خوب که همه بنویسن یعنی همه اینا رو بگن تاریخ بود بازسازی بشه ولی همه میدونن که خیلی دشواره نوشتن راجع بهش برای من چند عامل دیگه هم بود که خیلی دشوارش میکرد این بود که اصلا چی میخوام بگم خب از شکنجه و اعدام و اینا خب خیلی دوستای دیگه ما گفتن منم همونا رو میخوام تکرار بکنم خب اونا خب گفته شده حالا من امکان داره تجربه فقط شخصی خودم رو اونجا اضافه بکنم ولی چیز خیلی دیگه رو نمیتونم اضافه کنم
شلاق و کابل و اون تخت و اینا همه در همه جای ایران یکی بود. آویزون میکردن، میزدن، به قول اونا جوجه کباب میکردن، دستمند قبونی میزدن، همه اینا یک تجربه های خیلی مشخص شکنجه هست. البته خوبه که هر کسی تجربه شخصی خودش رو بنویسه، چون بعضی ها تحملشون زیاده، به نظرشون این چیزی نیست که آب کاری نمیکنه حکومت. خب به نظر من الان میفهمم که وقتی مثلا یه پیرمرد محترمی رو می آوردن اونجا و بهش فحش میدادن، اون شاید بدتر شکنجه بود برای اون تا منی که کابل میزدن. من یه بچه جوان بودم، فوتبال بازی میکردم، تو کوچه دعوام هم میشد، کتککاری هم میکردم، یکی تو مشت رو صورتم هم میشد میزد. برای من شاید اون مشت اونقدر درد نداشت و اونقدر آزاردهنده نبود که مثلا یک کسی به یه آدم متشخصی مثلا فحاشی بکنه، مثل خانم پارسپور مثلا، خب به ایشون یه فحش رکیک بده. اینا بعضی ها شدت و حدتش به اصطلاح از نظر درد به اصطلاح احساسی بیشتره، بیشتر باقی میمونه به نظرم. به خاطر این نمیدونستم چی میخوام بگم. آخرش فکر کردم که باید تجربه زندگی اون دوران رو گفت یک بار، و این چیزی بود که به نظرم کمتر گفته شده بود. یعنی کسانی که خاطره نوشتن این بخش از زندگی رو نره. من خودم همیشه خیلی دوست داشتم که مثلا بدونم که مثلا توی این خونه های تیمی چریکی چی بوده، زندگی چجوری بوده. همیشه خواهی درگیری بود، همیشه اعلامیه بود، همیشه نمیدونم راجع به سوسیالیسم و آرمان ها بود و اینا، برای اینکه بابا این زندگی شخصیه، مثلا زندگی یک چریک توی خونه تیمی چیه، ما اصلا اینو نمیدونستیم. بعد کاش که میدونستیم، کاش مثلا این اشکال مبارزه رو، اشکال زندگی مبارزین رو هم ما میدونستیم و اون جنبه های فقط به اصطلاح خیلی قلف شدهش رو نمیدیدیم، همه واقعیت رو میدیدیم. میدیدیم مثلا نگاه ما به عشق چیه. ببینید مثلا توی یه خونه تیمی تو مشهد، تو دورانی که بچه های فداری زندگی میکردن، یکی از بچه های فداری رو میکشن به خاطر که عاشق هم تیمش میشه تو خونه. خب اینا رو هیچ کس تو تاریخ ایران نگفته که چه نگاه معیوبی ما به عشق داشتیم و این نگاه معیوب چطوری تو سیاست عمومی شده بوده و برای ما مثلا یک مفهوم مجرد مبارزه درست کرده که حتی هم رفیق تیمی خودت رو میتونی بکشی به خاطری که عاشق رفیق دیگه هم تیمی شده. چه اشکال داشته؟ خب اینا رو هیچ کس نگفته، اگر هنوزم همه پنهان میکنن و باید گفته بشه. به نظرم اینا بیشتر ارزش داره تا اینکه خب یکی زد و کشت و شکنجه کرد و اینا، که اونم حتما باید نوشته بشه در موردش. خب راجع به این کتابی که نوشتی، من که همینجور ورق زدم، شاید شما ورق زدین، چیز جالبی که نخوندم دیدم این که وقایع نگاری هم توش هست، یعنی یه مقدار وقایع رو توضیح دادی با عکس و اینا، که فکر میکنم برای کسی که تو اون دوران نبوده یا آشنا نیست میتونه اون زمینه بشه که تو داستان خودتو توش بگی. من فکر این جزء هدفت بوده که این کار رو به این صورت انجام بدی. خیلی دوست داشتم که وقتی کتاب رو مینویسم اون زمینه تاریخیش وجود داشته باشه، و اون زمینه تاریخیش رو نمیشد گفت مگر اینکه مستندش بکنی، چون به خصوص برای نسل الان اینا تو خب خیلی هاشون 4-5 ساله بودن موقعی که این اتفاقات می افتاده، اینا اصلا اطلاع ندارن. خیلی از ماها حتی یادمون رفته، و اگر بخوام به اصطلاح اون چیزی که الان داره در ایران میگذره رو یک بار دیگه بهش دقیق تر نگاه بکنیم، خوبه که اون دوران رو یک بار دیگه نگاه بکنیم و ببینیم اون به اصطلاح زمینه تاریخی اجتماعی چه حوادثی رو به دنبال خودش آورد، رفتارهای سیاسی ما توی اون زمینه تاریخی اون اتفاقات رو آفریده. خوبه که اون زمینه تاریخی اگر اون بگیری ازش، اینا به نظرم هیچ معنایی نمیده، باز های حالت به اصطلاح مجرد، به مفاهیم مجرد تبدیل میشن که به درد چیزی نمیخورن جز همین به اصطلاح بازی با این کلمات و غیره. اولش که صحبت کردی، اولش که جز چیزای اول از احساس خودت گفتی در فکر میکنم اون اوایل انقلاب و این شیدایی یا این حس سما که به یه جایی رسیدی که دیگه عوض نمیشه، این قبلش هم یه توضیح بده که چی بود که به اینجا رسید. یعنی چون ما یه سرمون که اوایل انقلاب بودیم، خب یاد مثل این که دنیای برامون عوض شد،
یه چیزی رو دنبالش میگشتیم گویا پیدا شده. ولی اون چند سال قبلش چی بود که چی کار کرده بودیم که این براتون انقدر عالی بود، انقدر خوب بود؟ ببین ما من با این که خیلی جوان بودم ولی گفتم خیلی زود با این دنیای سیاست آشنا شدم. بعد خیلی برام رویا بود که این انقلاب اتفاق بیفته. انقلاب رو تو کتابا خونده بودم، انقلاب اکتبر، انقلاب چین، انقلاب کوبا. و این خود این که انقلاب مثلا اتفاق بیفته یک چیز عجیبی بود، مثلا یک آرزو بود اصلا برای من. بعد سعی میکردم که این آرزو تحقق پیدا بکنه، یعنی ما کاری بکنیم که این انقلاب اتفاق بیفته در کشور ما. و وقتی این حوادث به اصطلاح می اومد انگار که مثلا من خودم جزو بازیگرا، اینه که مثلا شما مثلا دیدین مثلا خودتون برین توی فیلم، حالا شما یه فیلم به اصطلاح خیلی اکشن مووی داره انجام میشه و یه دفعه شما میرین اصلا توی صحنه یکی از اون بازیگرا میشین. این اون احساسی بود که به من مثلا دست داد در دورانی که انقلاب اتفاق می افتاد و بعد از پیروزی انقلاب. و من شده بودم مثلا حالا اون آدمی که توی کتاب مثلا مادر ماکسیم گورکی مثلا وجود داشت، یا تو نمیدونم زمین نوآباد بود، یا تو جان شیفته بود، یا توی هر کدوم از اینا. یعنی هر جای من یکی از این نقش‌ها رو بازی می‌کردم، من شده بودم جزء اون به اصطلاح بازی بزرگ آرزویی که همیشه داشتم. و این همون حالت شیدایی رو میداد که کیف می‌کردی. اصلا اون لحظات تو زندگی قابل توصیف اصلا برای من نبود و حاضر بودم همه چیز رو به خاطرش بدم. همین گفتم بیگه خانواده که اصلا ارزشی نداشت. حتی اولین صحبتی که به سویلا گفتم، گفتم که اگر قرار باشه انتخاب کنم بین تو و حزب، حزب خب طبیعی بود. و هم میفهمید که معلومه که اینجوری اصلا مگر غیر از این میتونه باشه. خب یه سوال دیگه هم میکنم بعد از یه جوان 20 و چند ساله به اول انقلاب و قبلش هم فعالیت سیاسی بودی بکنم، واسه همین هم بعد که انقلاب اتفاق میاد فکر میکنی که خب دیگه بهشت برین داره بر میاد و یه رژیم بوده و باش مبارزه کردین و افتاده و دیگه مسیر خوب جلو میره. حالا اگه یه بار دیگه به اون دوران خودت موقع برگردی چی کار فکر میکردی میکردی؟ یعنی نه با پنج باز، یعنی میتونی با سن الانت بهش نگاه کنی یا میتونی با سن یه جوان 22 ساله نگاه کنی؟ این فرقش چیه؟ والا اگه دوباره برگردم اون موقع با همون سن و سال و با همون به اصطلاح فضای سیاسی که توش بزرگ شده بودم احتمالا همون کارا رو میکنم، کار دیگه نمیکنم. چون فکر میکنم کار خوب میکردم، همه آرزوهامون داشت تحقق پیدا میکرد، اون چیزی که به دنبالش بودیم داشت اتفاق میافتاد و غیر از اون اصلا نمیتونستم بکنم. بعد فکر امروزم بهش نگاه بکنم مطمئناً خیلی از اون کارا رو یک جور دیگه ای میکردم. یعنی مطمئناً مثلا در همون حد و اندازه که خودم بودم شاید مسئله حقوق بشر برام برجسته تر میشد تا نمیدونم به حقوق اقتصادی به عنوان مثال. ما موقع کمونیست های بحث خیلی خیلی جدی بین ما بود که آزادی های بورژوایی، حقوق به اصطلاح دموکراتیک و حقوق به اصطلاح لیبرالی، نمیدونم آزادی های لیبرالی، ما همیشه به نفع حقوق دموکراتیک و به نفع عدالت اجتماعی از آزادی های لیبرالی میگذشتیم. اصلا اونو یک چیز منفی میدیدیم. همه کمونیست ها اینجوری بودن. هیچ کمونیست ایرانی نمیتونه ادعا کنه که، چون اینا همه رو من مسترد کردم تو کتاب، که ما اون موقع به گونه دیگه ای فکر میکردیم. درجاتش فقط فرق میکرد. بعضی ها بیشتر به مسئله عدالت اجتماعی و اینها توجه داشتن، بعضی ها کمتر. ولی برای همه کمونیست ها آزادی هایی که در غرب امروز هست که برای ما به عنوان دموکراسی به اصطلاح ازش نام میبریم، این یک مفهوم بورژوایی بود و اصلا ارزشی نداشت. پس چیزی ارزش نداشت. ما مدلمون مدل دیکتاتوری پرولتاریایی بود، مدل به اصطلاح اعمال قدرت به اصطلاح طبقاتی بود و جا انداختن مفاهیم اصلی زندگی اجتماعی که عدالت اجتماعی مهمترین مسئله شد. مطمئناً الان اگر به این مسئله برگردم به آزادی، به حقوق بشر بیشتر توجه میکنم و آرزو میکنم کاش روشنفکران ایران اولین مسئله ای که اون روزها تو بعد انقلاب مطرح میکردن حذف اعدام می بود.
این کار رو بعضی کمونیست ها تو کشورهای دیگه کردن، مثلا ساندینیست ها همزمان با ما انقلاب کردن و اونا این مفهوم رو جا انداختن، اعدام رو لغو کردن و ما اینقدر عقب مانده بودیم که خواهان اعدام بیشتر شده بودیم. یعنی حتی بازرگان که رئیس دولت موقت بود و مخالف بعضی از اعدام ها بود، چپ ها بیشتر فشار می آوردن برای اعدام، برای اعدام به اصطلاح ساواکی ها، اعدام سران ارتش، اعدام خوانین و به اصطلاح سرمایه دارا. و روشنفکر ایرانی این رو به اصطلاح تبدیل نکرد به یک خواست ملی و اگر میکرد جا می افتاد. یعنی روشنفکرای ایران اگر این خواست رو اون روز مطرح میکردن، حکومت دو سال بعدش نمیتونست به این راحتی شروع کنه قتل عام کردن مردم. اعدام رو ما یک جوری به اصطلاح محک زدیم بهش، اعتبار بهش دادیم. حکومت ببینید تو اون دوران یک چیز عجیب، من تو اون کتاب خیلی سعی کردم این رو نشون بدم، حکومت جمهوری اسلامی تو خیلی از عرصه ها با چپ ها مسابقه داشت. یعنی در مبارزه ضد امپریالیستی میخواست پرچم از دست ما بگیره، در مبارزه برای بسیار تحقق عدالت اجتماعی، یه دفعه بعد رو میکرد میذاش جهاد سازندگی، نمیدونم فلان مستضعفین. این تمام اون چیزهایی که ما پلتفرم سیاسیمون بود و دنبالش بودیم، حکومت جمهوری اسلامی میذاش رو میز، از ما هم تندتر به طرفش میرفت و توی اون مسابقه ما به اون میباختیم همیشه. و این به اصطلاح یکی از مشکلات بچه های ما بود تو زندان، یعنی اینکه بچه های ما تو زندان ها تواب می شدن، اینکه بچه ها نمیتونستن مقاومت بکنن چون جلوشون یه بازجوی وای میساد، همسن و سال خودشون با ادعاهای خودشون، و به اینا میگفت که من از تو انقلابی ترم، تو مگه نمیخوای با مبارزه ضد امپریالیستی بکنی؟ من دارم میکنم، من دارم چون جبهه دارم میجنگم. تو مگه نمیگفتی برای خلق میخوای کار بکنی؟ ما تو جهاد سازندگی هر هفته داریم میبینیم تو روستاها مدرسه میسازیم، جاده میسازیم، همون میسازیم، فلان میکنیم، برای کارگرها شورا درست میکنیم. چه یعنی با این شعارهایی که مال خود ما بود، از دست ما گرفته بود، ما رو خلع سلاح میکرد. اصلا مطمئنا ما در انتخاب شعارهامون اشتباه کردیم، یعنی باید چیزهایی رو برمیداشتیم که حکومت نتونه به اون سادگی در اون عرصه با ما مسابقه بده و به جنایتهاش به اصطلاح جنایتها رو انجام بده و اونها رو تحت لوای این شعارها قایم بکنه. یعنی وقتی با شما از صحبت از مبارزه با خوانین و نمیدونم سرمایه داران و فلان میکنین، اون وقت حکومت به راحتی آقای الغانیان رو اعدام میکرد، باهایی‌ها رو دستگیر میکرد، اعدام میکرد و اینا رو همون اتهام رو بهشون میزد، اینا سرمایه داران کشورن، خوانین کشورن. و ما هم هیچ کاری نمیکردیم، صحبت اعتراضی هم نمیکردیم متاسفانه. حالا اگر اعدام مسئله ما بود، حقوق بشر مسئله ما بود، دموکراسی و آزادی مسئله ما بود، مطمئناً حکومت نمیتونست در این عرصه به این راحتی عمل بکنه و دچار مشکل میشد. اگر امروز من برگردم دیگه به این مسائلی دست میذارم که حکومت نتونه اونها رو در حقیقت ده، به قول معروف میگن از دست تو بگیره، قاب بزنه و با همونها تو رو به اصطلاح ببره به قتلگاه. من آیه اینجا نوشته بودم ازت سوال کنم که تأثیر زندان تو روح و روان چی بود؟ بعد اینا رو که خوندی اینجا دیگه خودت نشون دادی که چی بود. اگه چیزی میخوای اضافه کنی بهش سخته. خیلی آدم سالمی نیستم و منم سعی میکنم که سعی کردم سوالام چند سوال بس شما خواهش میکنم سوالایی که میکنید سوال یعنی هر سوالی دوست دارید بکنید، ولی اگه شما نتونستی جواب بدی مسئله ای نیست. خب من اسمم میگیرم، شما رو فرمان چشم تاریکی اونجا نمیبینم. رضا جون، یکی از سوالایی که برگشت برای من پیش اومده اینه که اون سلف پرزرویشن برای انسان بزرگترین غریزه انسان، وقتی که تو تحت شکنجه هستی نفر و اون عقایت هست، چی هست که نگرش میداره و حتی باعث مرگش میشه بالاخره و باعث میشه که اون سلف پرزرویشن رو بذاره کنار و اون عقاید رو بیاره جلو و جواب نده، یا اون که اون اشهد رو نخونه، یا چیزی که خودش رو نجات نده، چی باعث اون میشه؟ ببینید سعی کردم بگم که ما اونقدر مسخ میشدیم. ببینید یک شعری بود که ما همیشه میخونیم، برای زندگی از زندگی بایست بگذشتن. اصلا چرا برای زندگی بایست
از زندگی بایست بگذشتن. اصلا احمقانه ترین حرف ممکنه. برای زندگی باید زندگی کرد، برای زندگی باید تلاش کرد، باید زندگی، برای زندگی دیگران باید تلاش بکنه. چرا من برای زندگی، حالا هر شکلی از زندگی، باید از زندگی خودم بگذرم؟ و وقتی من میگم برای زندگی از زندگی باید بگذشتن و زندگی خودم رو حاضرم فنا بکنم، فدا بکنم، زندگی دیگران چه ارزشی برای من داره؟ هیچ، صفر. به خاطر همینه که این جنایت‌های بزرگ تاریخی اتفاق می‌افتن. مثلا استالین وقتی قتل عام‌های به اصطلاح آنچنانی رو می‌کنه، تو پولپوت مثلا وقتی دست به اون جنایت تاریخی می‌زنه، از یک جمعیت 5 میلیونی 2 میلیونشون قتل عام می‌کنه، وقتی تمام این حوادث تاریخی رو که ما می‌بینیم، اینا همه تصورشون این بوده که دارن یک چیزایی رو درست می‌کنن که اونها خیلی با ارزشن، همون مفاهیم مجرد، مفاهیمی که از به اصطلاح هستی انسانی خودشون خالی شدن و این به اصطلاح اتفاقا میفته. فکر میکنم که همین مقدس کردن، بیش از اندازه مجرد کردن مفاهیم، از توهی کردن به اصطلاح این معنای اصلی زندگی، این چیزی که الان به هر حال خیلی از ماها میگیم که حقوق بشر، نمیدونم، هر بشری با حق زندگی داره دیگه. هر بشری حق داره لباس که دوست داره بپوشه، زندگی که میخواد بکنه، نمیدونم ماشینی که میخواد سوار بشه، کاری که میخواد انتخاب کنه، شهری که میخواد برز کار کنه. خب ما اینا رو اگر در نظر بگیریم، اون وقت دیگه اون حالت پیش نمیاد که آدم اون به قول تو سلف پرزرویشن اون دیگه فدا بشه. در مجموع خب میدونیم که بشر این سلف پرزرویشن، بشر رو نگه داشته. اوریج آدم ها این کارا رو نمی کنن، آدم های مثل ما این کارا رو می کنن، یعنی آدم هایی که فکر می کنن دارن کارهای خیلی خیلی خوب رو انجام میدن، دست به جنایت های بزرگ تاریخی می زنن و بدترین کارها رو می تونن مرتکب بشن، چون فکر می کنن دارن کارهای خوب رو می کنن. از جمله بدترین کارها فدا کردن خودشون. یعنی من به راحتی حاضر بودم از جونم بگذرم، اصلا ده شی برام ارزش نداشت. و وقتی که از خودم میگذشتم، حالا یه تیکی تو کتاب از مامانم میگفتش که مادر اینقدر خلق میکنی، منی که تو رو بچه‌ای که بزرگ کردم، شیر دادم، اینقدر زحمت کشیدم، خواهر برادر فلان، اگر ما برای تو ارزش نداریم، فاتحه خوندن به اون خلق، پس کی برای تو ارزش داره آخه؟ و راست میگفت، من نمیفهمیدم اون موقع، من میگفتم مامان این چه حرف میزنی، مادر خلق، طبقه کارگر فلان، ولی میگفت واقعا من بابا من اینجا نشستم، تو من نمیبینی، بابا داره میمیره اینجا نمیبینیش، هی خلق و خلق میکنی. ببین اون لحظه بود که همین سلف پرزرویشن اصلا برای من معنا نداشت، یعنی مادرم و خواهرم و زندگی شخصی خودم اصلا ده شی ارزش نداشت. چرا یک مقداری شده یک مقداری نشده؟ بعضی جاها مثلا یک تجربه عجیبی خودم شخصا دارم، همه هر چیزی رو که نوشتم تقریبا یادم رفته، یعنی انگار که مثلا اینا رو نگه داشته بودم تا بیان نوشته بشن، بعد یادم رفته. یعنی الان مثلا سویلا میدونه من حافظه خیلی خوبی داشتم از بچگی، اسما همه یادم بود، خاطره ها، لحظات، گفتگوها. مثلا یکی از کارهایی که من میکردم، من مثلا میرفتم نمیدونم یه جلسه ای، بعد بعد میگشتم گذاره، من هیچوقت یادداشت بر نمیداشتم به خاطر مسائل امنیتی که یه دفعه دستگیر بشم مثلا یادداشت از من بگیرن، ولی یه جلسه دو ساعته، دو ساعت گزارشش رو بعدن میمدم مینوشتم یا تعریف میکردم. ولی این خیلی جالب بود که خیلی از این چیزا از یادم رفته و بعد که نوشتم از یادم رفته. این بخشاش دور شدن ولی احساساتش دور نمیشه لامصب، یعنی احساسش هنوز وقتی مثلا بر میگردم تو اون اتاق، مثلا یه بچه رو میبینم، دوستامه میبینم، به همون تازگیه که انگارم دیروز اتفاق افتاد. مرسی رضا جان. من با هم هفته پیش یه سخنرانی بود در دانشگاه برکلی راجع به مموار و اینکه چقدر زنای ایرانی تو این 20 سال گذشته خاطراتشون رو نوشتن، و اتفاقا اونجا یه سوال شد که چرا مردای ایرانی کمتر،
سوالی که خود من سخنران کردم گفتم چرا از نسل ما کمتر؟ چون به گفته سخنران که خانم نیما نقیبی بود از تورنتو اومده بود، بحث خیلی هم جالبی داشت، بریم استنفورد وبسایتش حتما ویدیوشو بذارم ریکامند میکنم، میگفت که در واقع از نسل مثلا مرجان سرتاپی ها که در دوران انقلاب 10 ساله 12 ساله بودن به بعد شروع شده این ممار نوشتن، خاطره نوشتن، و خب خیلی هم مهمه. ولی من همیشه این سوال رو داشتم که چرا نسل ما قد کم می نویسه. خاطرات زندان همجوری که شما گفتین که بهترینش هم خانم پارسیپور نوشتن نوشته شده، ولی خاطره اون دوران رو نوشتن، این اهمیت کاری که شما کردین از نظر با ارزشه. و نکته بعدی این که احساساتی شدن تونم، من فکر می‌کنم متاسفانه اتفاقا خیلی جنبه خوبی بود، من این هم سوال شما رو از دور میشناسم، یه ساید دیگه از تو دیدم که خیلی انسانی تر و شخصی تر کردیم تجربه رو، به هر حال سخته، دردناک بودنش رو نشون داده. سوالی که من دارم از شما در مورد یک بخش مشخصه، من کتابتون نخوندم، الان که دستم رسید بخش کوتاهش رو خوندم. اول اینو بهتون بگم که یه بحثی که تو استنفورد هم شد، من سوال کردم چرا ما ایرانی ها نمی نویسیم، یکی مسئله زبان بود توی نسل ما. خب ماها توی آمریکا زندگی میکنه، ولی یه بخش اصلا توی آمریکا نیستن، تسلط به زبان انگلیسی نداره. یه بخش مسئله تراما بودنش، که همین احساساتی شدن شما، دردناک بودن که دوباره این خاطره یادتون بیاد، خودش نشون میده مانع بزرگی. ولی چیزی که تو غرب رایجه عادت دارن به این خاطره ها، برای که دو تا فرضیه هست، یکی اینکه اولا روایت شماست، این همه انگار که یه کامیونیتی این پیشفرض رو قبول کردیم، به هر حال این ورژن شما داست، این روایت شماست. دوم اینکه حافظه، همچی که آخر اشاره کردیم، میتونه خیلی جاها memory fails هست، نه؟ ما فکر میکنیم یادمون میاد، خوب یادمون. این دوتا رو مقدمه چینی کردم برای این سوال. در موقع قسمتی که راجع به خودتون و احساساتتون میگین، من خیلی احترام میذارم، واقعا هم علاقه مندم حتما حد به جهت رو بخونم. اما در موقع در جایی که راجع به دیگران نوشتید و راجع به دیگران به خودتون اجازه دادین قضاوت کنید، من میخوام از دو نظر از شما این سوال بکنم، یکی از نظر قانونیش، یکی از نظر اخلاقیش، که شما به این مسئله چقدر فکر کردیم، مسئولیت قانونی و اخلاقی خودتون به عنوان یه نویسنده، حداقل این مورد مشخص رو، من بقیه رو نمیشناسم، نخوندم که من میشناسم، شما میشناسید، خیلی از بچه‌ها اینجا میشناسن، و میدونم که 30 سال شما تو این کامیونیتی بودین و دیدین، یک بار چرا از خودتون نپرسیدید که برید با این شخص صحبت کنید و روایت خودتون از واقع رو باش در میون بذارید و ببینید که چقدر مموری شما در واقع وفاداره، یا چقدر از اون دیدگاهی که شما به مسئله نگاه کردید شاید شما بخشی از واقعیت بودید، شاید بخش دیستورت شده واقعیت رو دیدید، حداقل به طرف هم چند سو بدین که داستانو از روایت زاویه خودش هم بگید. و خیلی با تو موافقم که ما توی کاش که در اون زمان قدیم بیشتر به مسائل جامعه آزاد و دموکراسی لیبرالی به قول شما اهمیت میدادیم. یکی از اون اصولی که امروز هم مطمئنم شما بهش باور دادید اینه که we presume innocent until proven guilty. چطور خودتون اجازه دادین یک که به بازی برید و بر اساس فقط یک ورژنی، اونم در زندان های جمهوری اسلامی که شما میدونید مسئله تحقیق یک سنگینی عظیمی داره، هم سیاسی که آدم ها هم تو گفتیم همدیگر رو میکشتن اگر میفهمیدن یه توابه، و از اون بدتر احساس گناهی که چه خود اون شخص با خودش همیشه همراه میکنه، سنگینی این اتهام اونقدر قویه و مطمئنم شما بهش واقفیم که من تعجب میکنم که شما از خودتون سوال نکردید یا به طرف این فرصت رو ندادید و این قضاوتتون رو که بگید. ببینید راجع به زندان وقتی میخواید بنویسی
یاد میخوای به اصطلاح تصویری که شاهدش بودی رو بگی، یا میخوای اون تصویر رو مطابق با اون چی که دیگران از تو توقع دارن تغییرش بدی. اگر من اون چیزی رو که دیگران از من توقع دارن بخوام ارائه بدم، دیگه اون تصویر نیست که من دیدم، اون تصویری است که جامعه میخواد قبول کنه، میخواد ببینه، هم محلی من، هم خونه من، پدر من، مادر من، هم دوره های من، اونا از من توقع دارن. ببین، یکی از مشکلات بزرگ همین که میگی چرا مردا نمی نویسن، مردا خیلی به این مسائل توجه میکنن که آقا مثلا فلانی راجع به من چی میگه، من اگه حرف بزنم، حالا چه راجع به خودش چه راجع به دیگران. ولی زنها خوشبختانه این کار نمی کنن، زنها بی محابا راجع به همه چیز اظهار نظر میکنن، راجع به همدیگه، و بعدم راه زندگی مشترک با هم رو یاد دارن. یعنی من خیلی اصلا اینو دیدم تو محفلای زنانه که با همه اختلافات چون ولی چه دوستانه با هم زندگی میکنن. ماها نما فکر میکنیم یا باید همدیگه رو 100% حمایت بکنیم، تایید کنیم، ساپورت کنیم، یا که نه. روایت زندان رو نمیشه مغلوبه کرد به خاطر اینکه دیگران راجع به تو چی فکر میکنن، یا اون افرادی که تو با اونها بودی اونا چی فکر میکنن. اون افراد حق دارن که راجع به اون مسئله‌ای که تو نوشتی بنویسن و بگن که حتی بگن این فرد دروغ میگه. خب یعنی من امکان داره احساسم، مشاهداتم، تجربه تاریخیم، نگاه هم نسبت به اون فرد، نسبت به اون جریان سیاسی، نگاه آلوده باشه، خب؟ و یک تصویری در ذهن من شکل بگیره که به قول تو واقعی نیست، یک جانبه است، یک طرف است. ولی این تصویر ذهن من چیکارش کنم؟ مگر نمیتونم اینو عوض کنم؟ مگر اینکه رسماً بیام تصمیم بگیرم به خاطر اینکه این سوال امروز از من مطرح نشه، اون تصویر رو تغییر بدم، بعضی افراد از این خارج بکنم، بعضی رو وارد بکنم. من سعی کردم که اسم کوچیک رو همه رو استفاده کنم، مگر بعضی هایی که اسم فامیلشون رو آوردم با بعضیشون صحبت کردم، گفتم فامیلی تو رو بیارم اشکال نداره، گفته نه. بعضی از بچه‌ای که تو ایرانن ازشون پرسیدم، گفتم اگه اسم تو رو بیارم بذارم اینجا اشکال نداره، گفته نه. خیلی ها قبل از این که شما بگین، حتی سهیلا به من گفت همه اسما رو عوض کن، همه اسما رو بیا اسم دیگه بذار. گفتم چه فرقی میکنه؟ رضا، حسن، حسین، نقی، تقی. ببین ماها همدیگه رو، ما امکان داره تو این جمع کوچیک همدیگه رو میشناسیم، ولی مطمئنم تو همین جمع کوچیک اگر به صورت کسی فکر کنه که از تو این کتاب میتونه اسم در بیاره، شناسایی بکنه افراد رو، شاید خیلی خیلی محدود این اتفاق بتونه بیفته. اون بچه‌ای که با من تو زندان بودن، اونا مثلا وقتی من میگم شاپور میدونن شاپور احتمالاً کیه، رضا کیه، منصور کیه. ولی خب بده، مگه میشه تاریخ رو هی جا به جا بکنیم؟ من اگه قرار بود اینا رو ننویسم، یعنی یکی از چیزام این بود که آقا بنویسم بذارم کنار، بعد مرگم این چاپ بشه و بعد بر مرگ همه اون نسل چاپ بشه، چرا آخه اتفاق بیفته؟ همه افراد حق دارن راجع به این کتاب سال نظر بکنن، خط به خطش بگن رضا به اصطلاح قلب واقعیت کرده، دروغ گفته اصلا، بعد نفهمیده، یک طرفه به قاضی رفته، اون بچه دیگه رو ندیده. خب من متاسفم که به اصطلاح این حادثه ها رو باید بنویسم، ولی میخوام بنویسم که بگم بابا چه شرایطی بود، چطور بود که افرادی که داوطلبانه حاضر بودن زندگیشون فدا بکنن زیر فشار کثافت‌های بازجوها میشکستن و تواب میشدن و درست رفتاری رو میکردن که ازش شرمنده بودن، همون موقع هم شرمنده بودن، بعدش هم شرمنده خواهند بود. ولی این شرمندگی شخصی نیست، این یک فاجعه ملیه که به جامعه ما تحمیل شده، بخشی از آدم‌های ما رو، شخصیت انسانیشون رو اینا شکستن. ببین وقتی تو آشویتس می‌رفتن یه عده یهودی رو می‌آوردن اونجا که یهودیای اونا اکثر کارمندای آشویتس یهودی بودن، ولی داوطلبانه که این کارو نمی‌کردن، که اینا اگر کسی نمی‌آوردشون اونجا مجبورشون نمی‌کرد و نمی‌گفت اگر این کارو نکنی خودت میری تو کوره آدم‌سوزی، این کارو نمی‌کردن. ولی خب این اتفاق افتاده، بعضی آدم‌ها به دلایلی، دلایلشو خودشون با توضیح بدن، به دلایلی تصمیم میگیرن رفتارهاشون رو عوض بکنن. من اصلا محکوم نمی‌کنم اون آدم‌ها، این نظام سرکوبگر وحشی جمهوری اسلامیه که منی که
داوطلبانه میام به صورت زندگیم وقف به استراد جامعه میخوام بکنم، من تواب میکنه، میشکنه، مجبور میکنه نسبت به هم اتاقی هم گزارش بدم، برم تیر خلاص بزنم. تواب این کارا رو میکردن. خب حالا شما وقتی میخوای بگی یا باید اسما رو عوض کنی، اسما رو عوض کنی باز طرف میفهمه این کیه، کسی که با تو زندان بوده، خب چون میدونه اون کیه. شاید از نظر نمیدونم، من بارها گفتم با بچه‌ها، چندین آدم صحبت کردم که اینا اسمای واقعی بذارم، بعضی‌ها گفتم بابا کی میشناسه، چون بعداً اگه تو مثلا اسما رو ببین، نمیدونم واقعا کارم درسته یا غلط، خودم هم هنوز نمیدونم، ولی اون چه رو که میدونم و با اطمینان میتونم بگم، من نسبت به کسایی که اینجا نوشتم و تواب بودن یا هر کار دیگه کردن هیچ چیز شخصی ندارم اصلا، به همه اونا بی نهایت احترام میذارم و اصلا چیزی بر علیه اونا به طور شخصی ندارم، ولی اینه نوشتم که این حکومت چه کار کرد، چه کار کرد که بچه‌ای که زندگیشو حاضر بود فدا بکنه از خودش اینجوری شخصیتشو میشکستن. این تو تاریخ بشریت همیشه اتفاق افتاده، الان هم اتفاق میفته، ولی متاسفانه نسل ما هنوز این رو نمیفهمه. این نسل جدید ببین خیلی پراگماتیست شدن، اینا هم تا دستگیرشون میکنن برن مصاحبه میدن. ما میرفتیم اعدام میشدیم، یعنی ما به جای که مصاحبه بدیم اعدام میشدیم، ما به جای اینکه بگیم آقا گوه خوردیم غلط کردیم تموم شد رفت. اسمایی رو که همه میدونستن ما نمیدادیم. این کتاب بخونیم، ما تشکیلات علنی بودیم، تشکیلات حزب توده علنی، علنی اسم نمیدادیم، کتک میخوردیم، شکنجه میشدیم که یارو آورده جلو من میگه این توده ایه، اونم میگه آقا این رضا مسئول منه، من میگم نه دروغ میگه، گوه خورده دروغ میگه. خب این تربیت بد منه، تربیت بد نسل منه که اینا رو نمیتونه درست بفهمه، وگرنه نظر من هیچ اشکال نداره اون کاری که کرد. کسایی به مقاومت کردن بعضی میگن خیلی افتخار میکنن بهشون، شاید هم چیز جالبی باشه، ولی به نظرم اشکال زیاد مهمی نیست. ولی اگر کسی چیز شده واقعا من معذرت میخوام، اگر کسی احساس کنه که این نوشته من به اون توهین شده باشه یا شخصیت چیزی رو سوال برده باشه، نباید اونجوری باشه. اونا به همون اندازه سربلندند که کسایی که کشته شدن، کسایی که مقاومت کردن، هر کی قربانی این به اصطلاح فاجعه بوده سربلنده، هر رفتاری که میخواست کرده باشه. به نظرم این چیزی که سهیلا گفت، ببخشید، این چیزی که سهیلا گفت برای من اصلا چیز بود، یعنی وقتی آمدم اینجا رفتم تو مکدونالد کار گرفتم، اولین کارم گرفتم اینجا سر چهارراه یونیورسیتی، بعدم یارو برای 10 سنت حقوقش بالا ببرن چه جوری زیر لنگ بقیه رو میزنه و حاضر هر کثافتکاری بکنه. بعد اومدم به سهیلا گفتم واقعا خاک تو سر ما بره که بچه‌های ما برای جونشون میرفتن یه کارایی رو میکردن و ما اینا رو به استرا زیر سوال میبردیم و اینا رو به استرا محکوم میکردیم، به اینا اتهام میزدیم، اینا با اینا غذا نمیخوردیم، جدا میکردیم از این مسخره بازی ها. اون درک اون موقع من و نسل ما اشتباهه، اصلا نباید اینا. اگر ببین یک چیز آخر بگم، اگر این آدمایی که بازمانده های آشوبیتسن که همون آدم ها، یعنی کاپوها خاطرات آشوبیتس رو گفتن، اونایی که سوخته شدن که نمیتونن خاطره تعریف کنن، که اگر اون کاپوها این خاطرات رو نمیگفتن شما امروز از آشوبیتس هیچ تصوری نداشتین. و چه خوب که اونا اینها حرفا رو زدن، به قول مسلمان خدا پدر مادرشون بیامرزه که اونجا اون همکاری ها رو کردن، ولی اونها رو بازگو کردن، تاریخ رو دوباره نوشتن که امروز همه ما وقتی کلمه آشویت میاد تنمون میلرزه. به نظرم همه اونها باید بنویسن. و چند تا در رابطه با اون یه چیزی که میخواستم بگم راجع به اون شکنجه‌گرای شما بود، یعنی اشخاص واسه یه سطحی برسن یه جایی بگن که اون شخص دیگه اصلا انسان نیست، یعنی یه جوری باز به خودشون دابه روانونن که این کارهای بحشنی کنیتونن سر کسی که بیارن. سوال اینه که اون چجور از
این تجربه شما چجور میشه یک کسی به اونجا برسه؟ این تجربه شخصی خود. یکی دیگه راجع به اون جوانی داشتیم صحبت میکردیم و اینکه اون این انسانی، یعنی اون احساسی که آدم میتونه دنیا رو عوض کنه، این چیزی نیست که فقط توی ایران باشه، درسته؟ یعنی ما هر 30 سال یه بار جوانامون، یعنی همیشه جوانا هست، تو آمریکا هست، توی یعنی من با دکتر افکار، من دارم با نوجوانا راجبه این صحبت میدم، خانم فرد سیستم برم، درسته؟ به این دلیل شما چجوری راه چاره میبینید واسه جوانای تو ایران یا توی اینجا که درگیر اینجور حالت های کالتی نشن؟ که از اونم از تجربه خودتون. و سومیش فقط این بازم سومیش این مسئله دردناک، یعنی شما این مدت ها توی کار بودید و هنوز خیلی دردناک بازم واقعا، یعنی همه ما عشق میکنید واسه اینکه وحشتناک بودید چیزی که شما تمام کردید. این برنامه یه چیزی هست میگن مرجان، حالا بهتر میدونه، گشتالت تراپی، یعنی اینکه وقتی این تروما را آدم میبینه، شما صحبت کردین راجبش ولی اتفاقا حس کردنش خیلی مهمه که بتونید این پشت سر بذارید و این اوتو با گشتالت تراپیست باز باشه، ولی این که از نظر منطقی راجبش بنویسید خیلی مهمه که این تاریخ رو نوشتید، ولی از نظر اینکه اینو بتونیم واقعا حس بکنیم خیلی مهمه که اصلا جای شرم نیست، تو واقعا جای خیلی خوب، یعنی باز این کار انجام بشه. این هم فقط یه چیز پزشکی من بود. ببینید سوال اول که آدم ها چجوری میشه که اونجوری میشن، به نظرم داده اون اول انقلاب یه بحث دیگه ایه، اون شیفتگی ها نمیدونم فلان، اون پاسداره که مثلا ماها رو شکنجه میکردن، بچه ها که تو اون دوران زندان بودن میدونن که اونا هم همسنسال مثل ماها بودن، اونا واقعا فکر میکردن الان مثلا یه کافر ملحد جاسوسی رو گرفتن و دارن به اصطلاح به خدا نزدیک میشن دیگه. به خاطر همین هم یه فضای روحانی برای خودشون هم درست میکردن، متاسفانه همیشه نوار به اصطلاح قرآن با اون صدای سوزناک عبدالباسط رو میذاشتن، بعد این نوه خونی های این آهنگران کسافت که در جبهه های نورها رو میخون، هزاران نفر همزمان گریه میکردن که با همون فضا آدم ها رو میبردن تو جبهه رو میدون های مین، اون صداها رو میذاشتن، همه اونا رو میذاشتن، یعنی خودشون فولی دوپ میکردن، بعد میمدن سربخت تو و فکر میکردن که دیگه حالا دیگه جنگ کفر و اسلام شروع شده و اسلام باید پیروز در میمد از این بستر جنگ کفر و اسلام و اینجوری دوپ میشدن. اینکه الان کسایی که کار این کارا رو میکنن، اینا خب دیگه مسئله جداست، آدم ها میتونن کارهای عجیب غریب بکنن دیگه، نه؟ آدم های بد همیشه هستن به خاطر پول، به خاطر مقام. یکی مشروب مال زمان شاه میگفتن، بازجو هم میشه مشروب میخوردن، دهنشون بوی عرق میداد، مست بودن میمدن این کارا رو میکردن، نمیدونم چقدرش راسته چقدر دروغ، چون زمان شاه من نبودم، ولی مطمئنم بازجویی که الان میره سراغ مثلا یه زندانی تو جمهوری اسلامی یا کشورایی که به صورت روال عادی داره، یعنی شغل بازجویی داره، آخر ما به اون دلیل چک میگیره، حقوق میگیره، اون میدونه که داره چیکار میکنه. بعد بعضی آدما انتخاب میکنن اون کارا رو بکنن دیگه، مثل بعضی آدما که انتخاب میکنن دراگ دیلر بشن، مگه دراگ دیلر نمیدونه که چقدر آدم رو داره قتل عام میکنه؟ نه، یعنی این به نظرم چیزه، یعنی یک انتخاب شخصی آدما میکنن و انسان توانایی اینه داره که اینقدر بالا پایین بکنه دیگه. سال دوم بود والا یادم رفت. چیز کارتی، ببین اون به نظرم نباید قلوف کرد توی این ارزش‌هایی که ما دنبالشیم، یعنی همین الان هم من می‌بینم بعضی وقتا این نسل به اصطلاح بعد از ما راجع به مثلا دموکراسی یک شیفتگی عجیب غریبی داره، یک مثلا تصویر به اصطلاح غیر واقعی از دموکراسی درست کرده که اینا باز حاضرن برای این تصویر غیر واقعی از دموکراسی کارهایی بکنن که اصلا غیر دموکراتیکه. بعدم صحبت کنیم. نه مهدی جان شما بود. چند نفر دیگه هم سوال بکنم. بهتون خیلی ممنون برای کارت. واقعا اهمیت داره. نمیدونم بگیم نوشته بشه. شهرم گفت معمولا مردم کم نوشن، زنها بیشتر نوشن. و من خودم مثل خیلی از بچه‌هایی که زندان بودم و بعدم فرصت
فرصت دستشون اومده که بتونن کمک بکنن که این وقایع فراموش نشه. در کار متعددی همکاری کردم با دوستانمون که بتونیم این خاطرات منتشر بشه، داستانهای پسر و زندان اتفاقی گفته منتشر بشه و برقرار معمولا موزر جلسه مونت هم اصلا بگیرم. مروان خیلی سریع چون ما با هم دیگه در یه بند بودیم، من اون کتاب شما رو اون تیکی که راجع به من نوشته بودی رو خوندم، برای همینم خواستم حتما مطرح کنم چون که از نظر من نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم، دوست داشته باشیم یا وقت باشه میتونم این کارو بکنم حتما، خیلی خوشحال میشم. ولی یک با توجه به اینکه تو قبلا راجع به من به بسیار از دوستان گفتین ماجراها رو، البته نه در این جزئیاتی که اونجا مطرح کرده بودی که برای خود منم یکم تعجب آور بود و چون من یکی دو بار خودم با تو صحبت کرده بودم و ازت خواسته بودم که توضیح بدی بهم، به هر حال من دیدم که در اینجا خیلی بیشتره. خواستم اولا بگم که تو چرا چون به عقیده من حقیقت رو نگفتی راجع به من. یک، من نمیخوام کلمه زشت دروغ رو استفاده کنم ولی به نظر من یک نوع دروغ بی این کار، خب اونم برای آدمی که وجود داره در این کار.